بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. مثل که اون شعری که میگفت همه چیز آرومه، کم کم داره آروم میشه. حالا آرومی رو شما در چی ببینید؟ بعضی ها میگن نخیر، با طوفان گیاه رشد نمیکنه، گل در نمیاد، با بارون هست که گل در میاد. اینو خانم گلشیفته فرهانی نقل قول کرده بود از یه فیلسوفی، و حالا میگه که اعتراضات و اعتصابات و اعتصاباتی که به اون صورت نبود، تظاهرات کم شده، اینا میگن که چیز هست. دوستان این دوربین جدیدمون پاناسونیک 500 دلاری چطوره؟ خوبه دیگه، همین رو نگه داریم، هر دفعه چشم ابرومون رو میبینی فیلتر نشده و الی آخر. بذارید من اون صفحه یوتیوب رو بیارم اینجا که بتونم باهاتون جواب بدم. این استریمینگ داره انجام میشه، ریکوردینگ هم داره انجام میشه، و امروز هست یک شنبه 19 ماه فوریه سال 2023 برابر با 30 بهمن ماه 1401. یک ماه دیگه مونده به سال نو. امیدوارم سال نو همراه با شادی، سلامتی، خوشحالی، از همه مهمتر آزادی باشه. خیلی بده که ما تو مملکت خودمون همش آرزوی آزادی داریم. عجب ملتی هستیم. ولی ناراحت نباشید، داره میاد، شازده میاد. با بگیم این هوادارای شازده چی هن واقعا؟ شازده میاد با شعبوناش، شازده میاد با ثابتی. عجب دیوانه های هستن اینا، عجب روانی های هستن. من نمیدونم کسی نیست که یه مغز فندقی انقدی داشته باشه به اینا بگه. امروز هم که یه عکسی اومده بیرون از اون فاشیستا که اینجوری عکس گرفتن، کم مونده اینجوریش کنن بشن هیتلر. دوستان راجع به هیتلر بعد قضاوت نکنید، یکم اگه تحقیق کنید میبینید که هیتلر و مردم آلمان رو انقدر فرانسه و کشورهای انگلستان و اینها زیر فشار قرار دادن که اون مجبور شد به جنگه. با وجود که خودش هم یه اختلالاتی داشت، ولی مجبور شد صدر اعظم و رئیس جمهور و اینا همه رو چیز کنه. اون موقع بود که بعضیا به این نتیجه رسیدن که همیشه دموکراسی خوب نیست و بعضی وقتا دیکتاتورشیپی یا دیکتاتور بودن خوب هست. بعضیا باور دارن که الان نظم جهانی دنیا اینجوری شده که دموکراسی خوب نیست. شما یه نمونهش نگاه کنید، این مردی که تو نیویورک اومده این همه دروغ گفته، دوستمون آقای نیساری قراره با ما ساعت 3 بعد از ظهر باشه، الان ساعت 2 از آقای نیساری، فکر کنم ساعت اروپا و نیویورک قاطی کردیم، 14 میشه 7 شب شما، فکر کنم 5 ساعت شما جلوتر از ما هستین، 8 شب به وقت شما با آقای نیساری هستیم. من به دوستان میگم که من مثل یک بچه مرشد میرم آب میپاشم و جارو میکنم و چایی و سماور. ما شیرازی ها خیلی سماوری نبودیم، کتری رو میذاریم و چایی درست میکنیم، شما مرشد اعظم بیاین. ولی میخوام امروز آقای نیساری رو بشونم روی یک صندلی داغ، بگم آقا اولا من هنوز نفهمیدم این آقای بهرام آبتین چی داره که شما اینقدر جذب این شدی، چون چیزی تا امروز نگفته به جز یه مشت دروغ. ما اسلحه داریم، ما نفرات داریم، یعنی شده فولادوند دومی. و 5 ماه وقت داشتین، هم شما آقای نیساری، هم آقای بهرام آبتین، هم دیگر ایران بانان، چیکار کردید؟ اینقدر ببخشید اینو میگم، ما فسفس کردید تا آقای رضا پهلوی رو مثل حسن چی بود، مثل حسن کچل از خونه گذاشتنش بیرون. ولی باور کنید من هر وقت این کودک سفید مو رو میبینم میخندم، میگم این بیچاره اصلا نمیخواست جزء این برنامه ها باشه، فشارش دادن، یکی یکی هولش دادن، یکی یکی اومد بیرون. من اینا رو هی ببندم. بله جناب سوربی سلام به شما و عرضو میکنم همیشه شاد باشید. آقای رضا سنا من ممنونم، ایشون یکی از یاران همیشگیمون بوده. البته بعضی از این دوستان و یاران ما فقط یارن، نمیتونن حمایت کنن، ما هم ازشون انتظار نداریم، امیدواریم یه روزی بتونن حمایت کنن و این کار رو انجام بدن. در اصل بذارید من اینو بیارم این ور بتونم
بخونم نوشته های شما، استریممون، سافتورمون هم اینجا داره کار میکنه، اینم بذاریم. دوستان لایک رو بزنید، سابسکرایب. ببینید این بچه های جوونی که میان برنامه میذارن چجوری به هم دیگه میگه آقا لایک رو بزن، سابسکرایب شو، نمیدونم کامنت بزن، و این کار رو انجام میدن. من نمیخوام از کسی شکایت کنم یا نق بزنم، ولی ما این همه به دوستان میگیم آقا برنامه ما رو برای دوستان دیگه بفرست، الانی که فیسبوک ما رو تا 3 روز دیگه هنوز در زندان نگه داشته، کدوم یکی این کار کردن؟ فقط آقای شیرزاد جلالی. اگه دیگران رو کردن برای من ننوشتن یا ندیدم، فقط آقای شیرزاد جلالی گذاشته بود برای من، نوشته بود سوربی من ویدیو تو گذاشتم، خیلی ممنون ازشون، تشکر میکنم. آقای شاهین غلامرضایی به من گفت که من برات میفرستم روی اینستاگرام و اینها، ولی من نمیدونم اینستاگرام کجا هست، چجوری هست. یه روزی باید یه 10 دقیقه به من یه درسی بدی، یاد بگیرم. آقای شاهین خان عزیز، همین الان لینک این برنامه رو روی چیز بذار، بعدم بنویسید. بنویسید گذاشتن این لینک به معنی تایید یا تکذیب این برنامه نیست. من گذاشتم شما ببینید، دوست دارید وایسید گوش بدید، دوست ندارید که اینجوری دردسری هم براتون نباشه. و من نمیدونم اگه کسی میترسه یه لینکیو از یه دوستش که داره بهش میگه من برنامه های شما رو دوست دارم بذاره، خب این موجودیت ما دیگه میره زیر سوال. دیگه ما چی هستیم؟ شما نگاه کنین طرفدارای رضا پهلوی، همه اسما قلابی، عکسا قلابی، بعد اینا میخوان برن ایران آزاد کنن. آقا اینجوری کار نمیکنه. این خمینی اگر مثل شما نشسته بود جلو کامپیوتر بازی میکرد با فلانش و با تسبیح و با کامپیوتر، هنوزم نشسته بود بازی میکرد. امروز دیدم یه آقای شعر گفته برای اون ویدیویی که احتمالا شما هم دیدید، یه مادر پیری قوری جهازیشو میبره میذاره، که حالا از این فیلم هم زیاده، والا قوری جهازی دیگه حالا تا شکسته رفته. من یه شرمندگی دارم واقعا به حضور مادر خودم که این بنده خدا بلورایی که گذاشته بود، ما میرفتیم میدویدیم بازی میکردیم، بعد میرفتیم یه جای قایم میشدیم، تق 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 پامون میذاشتیم تو این بشقابای بلور قشنگ. اونام یادتونه مثلا چینیاشون گل سرخی بود، مسعود چینی بود، فلان بود، بلوراشون اینجوری بود، تق 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 6 تا میشکنیم که مثلا ما رفته بودیم قایم موشک بازی کنیم. ولی حالا این مادره همینجوری قوری رو از جهازش نگه داشته، حالا میاد میخواد بفروشه که چیز کنه. خب قوری هم کسی بخواد بفروشه میره سمساری میفروشه، پولشو میاره میده، پولشو میاد میخواد گوشت بگیره، نون بگیره، اونم میگه بدن بده، اب نداره، قوری هم نگه دار، این نون این گوشت، اگه پولم میخوای بگیر برو. حالا تا اینجاش اوکیه. حالا یکی دیگه میاد شعر میگه، مادر تو را دیدم دلم، گفتم ای کاش 6 ماه هممون خفه میشدیم مثل من. دیدید یه مدت خفه شدم؟ آقا من ساکت شدم، انقلاب شد تو ایران، خودتون رو دست کم نگیرید. ما هی ساکت تر شدیم، گفتیم آقای نیساری یک کاری بکنه، آقای آبتین یک کاری بکنه، آقای رضا پهلوی یک کاری بکنه، خانم معصومه علی نژاد یک کاری بکنه، نمیدونم این ایکس ایگری یک کاری کنید. نه خیر، آقا رضا پهلوی ازش میپرسن آقا برنامه برای مجاهدین چیه؟ میگه امروز روز رقابت نیست، در فردای آزاد با هم رقابت میکنیم. اون یکی میپرسه خب شما میخوای چیکار کنی؟ میگه شما چه انتظاری داری؟ من بلندشم برم ایران؟ نه آقا، بلندشو برو هاوایی، بلندشو برو اون کشوره کجاست که پاسپورتشم گرفتی قمار میکنن. خودم هم رفتم ولی من قمار نمیکنم، رفتم فرانسه، رفتم نیس، کان اون کشوره کجاست که فستیوالم میذاره، سوار اتوبوس میشی از یه کشور میری توی یه کشور دیگه. با اتوبوس هم رفتیم و یه صبح شب هم اونجا بودیم، خیلی هم از اونجا بدم اومد، چون این ور بوی دود بنزینای ماشینای مسابقه ای بود، اون ور بوی دود بنزین و دیزل این کشتیای خیلی بزرگ. این پولدارا هم دوستان یه نگاهی بکنید ببینید وقتی خیلی پولدار میشن چه کار میکنه. میاد بری یه کشتی خیلی بزرگ میخره که به اونای دیگه پوز بده، بعد میرن نزدیک هم دیگه توی اسکلای پارک میکنن، دود گازوئیل این میره برای اون، دود گازوئیل اون میره برای اون. خوش به خودمون، خودتون سیزده به در اگه میخوام بریم، میریم یه جایی که هیچ که نباشه، که اگه میخوام دوتا آبجوان بخوریم کسی نبینه. در هر صورت دوستان عزیز، بازم خوشحالم که با شما هستم. و اما جوانها در ایران امروز دیگه خیلی وقتا میگفتن گشاد گشاد ننویسین، انشا یادتونه گشاد گشاد و
کلمه ها رو درش درش می نوشتیم برای که معلم ها رو احمق کرده بودن، می گفتن باید یک صفحه باشه. آقا شما نمی تونستی 4 کلمه حرف درست بزنی بنویسی بهت نمره بدن، باید مزخرف بگی، باید کاسه شعر بنویسی تا باید بدن از 16 به بالاتر. من امروز ریز ریز نوشتم جوانها در ایران افسردگی و خطر خودکشی. در چند هفته گذشته من با چند تاشون صحبت میکردم، اینا همشون ناامید، همشون میخوان خودکشی کنن. یه سریش تقصیر این تلویزیونایی که هی گفتن 2 روز دیگه تموم میشه، آخوند دیگه وقت تمومه، خب حاج آقا حالا شما کی میری، کی میای فلان، اینا باعث شده این جوونا 4 تاشم که اگر نمیخواست بره تو خیابون رفت تو خیابون، بدبخت حالا یه کتکی هم خورد و اینا، ولی دید خبری نشد، کسی نیومد، برگشت خونه، رام نشست خونه. ولی یادتون باشه اولا ما امیدمون به این جوانها بود، من یکی دیگه بهشون امید ندارم، ببخشید اینو میگم، یه مش آدم تنبل، یه مش آدم پرتوقع. آقا این آقای شاهین رو نگاه کنید، با زن و زندگی و بچه و 2 تا بچه فکر کنم داره، ببینید چجوری کار میکنه، چجوری زحمت میکشه تو کشور آزاد. اون وقت طرف نشسته خونه ننه و باباش تو ایران، میگن تو چیکار میکنی؟ هیچی، خونه مادرم هستم. چیکار میکنی؟ هیچی کار ندارم، نمیدونم یه کاری میخواستم بگیرم. بلند شو آقا، اینجا طرف 80 سالشه هنوز کار میکنه، خود من 66 سال الان دارم میشم، این ما دریم میشیم و دارم میرم هم مکافاتی، 66 ساله و هنوز دارم کار میکنم. باور کن یه بازنشستم هستم، یه روز اگه کار نکنم، در اصل که من 16 سال پیش آخرین باری که رفتم ایران، اون دوستم آقای قاسم زاده گفت شما چون اینجا کار میکردی میتونی بیای حقوق ما، گفتم بابا گور پدر اینا با حقوقشون، نخواستم، اصلا نمیخوام اینا رو ببینم. ما یه بار اونجا میتونستیم بازخرید و بازنشست بشیم، یه بار اینجا، ولی اینجا چون شرکت مال خودمون بوده و هی سعی کردیم مالیات ندیم، این پولا رو هی بریزیم تو بیزینس، پولی به اون صورت نمیدن، با ما 600 700 دلار که نمیشه زندگی کرد، مجبوریم کار کنیم. ولی الحمدلله الان وضع کار خیلی خوبه، کارگری که اون موقع 15 دلار بوده الان شما به 25 دلار هم نمیتونی پیدا کنی. حتی این آقای جو بایدن هم به شوخی گفت خب بیشتر بهشون حقوق بدین تا بیان کار کنن براتون. خب خطر برای آلمان خوب بود، من همیشه میذارم، ممنونم از شما، من همیشه ممنونم از شما. ولی به قول ایرانی ها این کلمه ریاکشن، عکس العمل، مثل که میگن بازخورد، بازخوردش چیه؟ من مثلا آخرین ویدیو، البته بعد متوجه شدم من لایو رو پاک نکرده بودم، خیلی ها از رو لایو دیدن، نمیدونم مثل که 400 خورده، در صورتی که والا من نمیدونم این طرف اومده اصلا دیوونه بازی حرف میزنه، تو یه ساعت و نیم مثلا 6000 نفر اومدن دیدن، چه خبره، کی پول میده، چه جوری میخرن، من نمیدونم. بذارید من الان یه نگاه بکنم بهتون ویدیوی قبلی رو بدم. خب خدا رو شکر مینسه 10 نفر الان دارن نگاه میکنن، ممنونم دوستان. 3 نفر، یکیش خود من بودم، این علامت اوکی یا بیلاخ ایرانی رو زدن، اگه بیلاخ ایرانی هم حتی هست بزنید مهم نیست، ولی اگه از برنامه بعدتون میاد میتونید اون کلمه نو یا دیسلایک، یکیش لایکه یعنی خوشم میاد، یکیش دیسلایکه، اینو بزنید. یکی از دوستان گفت من ویدیوهای فلانی رو نگاه نمی کنم، گفتم اتفاقا برید نگاه کنی، اگه خوشتون نمیاد دیسلایک بزنید، چون دیسلایک باعث میشه لایکاشو کم کنن، مثلا اگه 100 نفر زدن لایک، شما و من و یکی دیگه هم بزنیم 3 نفر میشه 97 تا. پس اینجا هنوز اون حالت رای دادن هست. خب شما نوشتی هیتلر برای آلمان خوب بود. ببینید هیتلر شما میدونی با رأی اکثریت انتخاب شد، بعد اومد و دید اوضاع اینجوریه. و دوستان یک کمی مطالعه کنید، فرانسوی ها میمدن زنای آلمانی رو با یه مبلغ خیلی کمی به اصطلاح باهاشون میخوابیدن، اونا رو مجبور میکردن به تنفروشی، تو خیابون اینها رو میزدن، جیبشون رو خالی میکردن، پلیس آلمان هم اگه چیزی میگفت پلیس هم میزدن، فرانسه هم هیچ کاری نمیکرد. این فرانسه حرومزاده مواظبش باشید، بیخود نیست این خانم بیه جیلانی اونجا دیوونه شده، شاید هم دیوونه بوده رفته اونجا دیوونه تر شده. این فرانسه رو شما نگاه کنید، اولا اون انقلاب آمریکا رو هم ف...
فرانسه کمک کرد که اینا از انگلستان جدا شدن. انقلاب ایران هم که فرانسه آقای خمینی رو زیر عبا و عمامه خودشون قایم کردن انداختن. اون ماموری که همراه خمینی میاد پایین، اون نه خلبان نه خدمه شرکت هواپیمایی ایران ایرفرنسه، اون یک جاسوسیه که مدتها آموزش دیده بوده که بغل دست خمینی باشه، بعدم میاد ایران اسمش عوض میکنه، میکنه رضا و اینها. البته دم خانمای ایرانی گم، خانم ایرانیه باهاش ازدواج کنه، یک چوبی تو آسینش میکنه که تو آخر عمرش دستش به اصطلاح صاف وای میسه. اینی که شما میگی هیتلر خوبه، بعضی وقتا نگاه میکنن میگن آقا دیگه ظلم تا چه حد. فرانسه اینا رو مجبور کرده بوده غرامت جنگ اول جهانی اول رو بدن. بعد طرف میگه آقا ما خودمون الان کار نداریم، وضع اقتصادیمون بده، نمیذاری هواپیما بسازیم، نمیذاری تانک بسازیم، نمیذاری فروش داشته باشیم، میگی پولم بده. این بود که هیتلر گفت که من میام آلمان آلمان میکنم، من میام آلمان آلمان میکنم، کلیمیایی که اینجوری بهتون ظلم میکنن، پدرتون رو در میارن از پول و فلان، اونا هم رفتن دور و برش. حالا چقدر چیز شد دیگه بماند. بذار من اینو بذارم اینجا، گذاشتم حالا میبینم. به یه جیلانی به شده به یه مش فوش به من داد و بلاکم کرد. بله خانم بهیه جیلانی با وجودی که میگه من روانشناسم، من باور دارم که به شدت مشکل روانی داره. اگه نگاه کنید، خب این یه بچه پولدار، دکتر پولداری باباش بوده، ثروت زیاد داره، هنوز تا هنوز عین رضا پهلوی هنوز تا هنوز داره از پولای باباش میخوره. من فکر نمی کنم ایشون تو فرانسه کار بکنه، ولی در هر صورت من چیم که برگرده، فیسبوک که برگرده، حتما ایشون رو بلاک میکنه. و اما شما نظرتون درباره جوانهای ایران چیه؟ شما برخوردی داشتید با این جوانها؟ آیا من اشتباه میکنم که میگم اینها پر مدعا و پر رو و پر توقع هستن، یا واقعا درست میگم؟ چون من همه عمرم با جوانها کار میکنم و با جوانایی که واقعا همون 17 18 20 سال اینا بودن. میدونی که بچه‌هایی که هنرستان کلاس 12 بودن، یا اونجا میشد سوم هنرستان که همون کلاس 12 میشد، اینا معمولا سنشون بعضی هاشون از 18 و 19 و 20 و اینا هم بالاتر بود، ولی خب جوان بودن. اونا کجا، اینا کجا؟ ولی دم یه عده‌شون گن، آشپزی میکنه، کارهای دیگه میکنه، افتخار میکنه. یه خواننده هست به نام کامیار، به شدت هنرمنده، برید اینو نگاه کنید، موزیسینه، چند تا زبون رو، اینا که میگن رضا پهلوی، بابا رضا پهلوی نمیدونم ننش که بهش شیر نداده، زن فرانسوی سینه‌شو گذاشته تو دهن اینو، نمیدونم فلان فرانسوی یاد گرفته. خب این چه هنری کرده؟ انگلیسی هم که از 16 سالگی اومده اینجا، اینم انگلیسی، دیگه چه زبونی بلده؟ فارسی هم خواستی بلد نباشه؟ تمام این قاجار ماجارا فرانسه مرانسه رو بلد بودن، همشون معلم فرانسه میگرفتن. خجالت بکشید ببینید این خواننده کامیار چند تا زبون بلده، چند تا زبون میخونه. و از لحاظ یه برنامه هم هست به نام Voice of the Persia، همون برنامه Voice آمریکایی رو اینا کردن، Voice of the Persia. اینم از این. من ببینم آقای پتیک چیزی میگه. آهان سلام، جلو درخت برای ششمه هست و پشتی 680 سال. آها این درخت بلوط، این من دلم میخواد این پتیک همسایه من بود، خیلی آدم مرتبیه. این از این. و اما نظرتون درباره جوان هاست چیه؟ من یه بار تو چت بچه های یوتیوبی رفتم، آمدم بیرون فقط باش با فوش با هم حرف میزدن. آی گفتی باریکلا، آقا خانمه میاد فکر میکنه هر چی فوش بیشتر بنویسه، مثلا من نمیدونم دانش، میگم آخه ببین خانم شما نوشته خودتو بخون، این چیه اینقدر فوش و فضیحت میکنی؟ ما شیرازی ها معروفی، ما شیرازی ها خیلی فوش میدیم. حتی من یادم یه آقای خوبیاری، بچه بلوردی بود، احتمالا دیگه فوت شده، این وقتی میخواست یه چیزی رو تعریف میکنه میگه آقا سر بیبی نگاه کنی پدر سگ چی ساخته. حالا مثلا مال زیمنس یه کانتکتوری رو میخواد بیاره نشون من به تعریفش کنه، ما میرفتیم سینما میمدیم، پسرمون میگه چی تو، میگه آقا پدرسگ عجب جولیانا جما پشتک میزد، عجب نمیدونم چیچو فرانکو فلان، فوششون میدادیم.
ولی ما کم آوردیم برای اینا، یه مشت بچه های لوس بی تربیت، حالا اومدین تو خیابون گفتی نه خیر این زبان فوش زبان انقلابه. این بود انقلابتون؟ این بود انقلابتون؟ آقا اومده رفته اعتصاب قضا کرده، حالا برش گردوندن خونه، حالا یکی یکی طرف داره میگه آقا این آقای میسمی، دکتر میسمی، این پدر بچه ها رو در برده از لحاظ کنکور و کتاب چاپ کردن و سهمیه کتاب گرفتن، کاغذ گرفتن از دولت و فلان اینا، بعد حالا این شده. راستی کلمه ناجی درسته یا منجی؟ منجی معنیش چیه؟ ناجی چیه؟ چون یه مدت ایرانی ها فکر میکردن ترامپ منجیشونه، من نوشتم منجی، طرف گفت آقا منجی درست نیست، باید بنویسی ناجی. گفتم بابا تو که میفهمی منظور ما چیه. در صورت این آقای میسمی یه بند خدای دیگه زیبا اندام بوده، رفته اونجا، الان اومده ببخشید کیسه شاشیشو وسط پاش میگیره، خودشو رو زمین میکشه میره، بعد میگه این اعتصاب قضا کرده. خب نکنید آقا، اون که میخواد شما ضعیف باشید، شما دارید باش همکاری میکنید. عجب ملتی هستیم. اون وقتا میگفتن طرف مغز خر خورده. به خدا اگه ما مغز خر خورده بودیم از این بهتر بود، از این باهوشتر بودیم. مغز خر خوردیم، ما پهن خوردیم. آقا اینجا طرف رو میگیرن میره زندان، از روز اولی که میره زندان شروع میکنه ورزش میکنه، شروع میکنه خوراک خوب میخوره، رژیم میخوره، که بازو اینجا از همون روز میگه این دفعه دو تا پلیس اومد منو گرفت، من الان برم بیرون 4 پلیس نمیتونه منو بگیره. اون وقت تو آقای زیبا اندام اسمشم یادم رفته، نمیدونم پیرزاده از چیه، بعد به آدم دلش میسوزه، ولی دل سوختن، ترحم بی خود، الکی رحم کردن به ضرر اینا میشه. امروز با یه دوستی داشتم کلکل میکردم، میگم خانم محترم این آقای حالو که 2 تو ترکیه بوده به جوانها دروغ گفته. کسی که میاد شعر مینویسه و میگه آخونده دروغگو هستن با چوب تو کونشون بکنیم، اون وقت خودش میشینه دروغ میگه، با دخترش میشینه تو ترکیه به مردم میگه من دارم از تو ایران فعالیت میکنم. آخه کجای این کار درسته؟ بعد این دوستمون میگه نه عجله نکنیم در قضاوت. خب شما درست میگی، عجله نمیکنیم در قضاوت، ولی بالاخره قضاوت یه قسمتی از ذات بشره. شما همین که میگه امروز هوا سرده، داری قضاوت میکنی به نسبت هوای دیروز که گرم بوده. همین که میگه اینجا چه بوی خوبی میاد، قضاوت میکنی به 10 بعد که ماشین رد شده بوی بد میمده. همش داریم قضاوت میکنیم. چگونه میتونیم به این نفر بگیم قضاوت نکن؟ یعنی آدم نباش. ضمناً تشکر میکنم، این دوربینو من از پولی که همین بانوی گرامی فرستاده خریدم، خیلی ممنون، متشکرم. خب این از این. آقای قزلباش مدیر ما بود، فقط فوش میداد. آقای قزلباش ها معروف بودن تو شیراز. کجا بودی؟ مدرسه شمس بودی؟ قزلباش مال کجا بود؟ قوامی بود؟ مدرسه قوام بود؟ چی بود؟ قوامی دم نزدیک دروازگاه آذرون، خیابون قاآنی. خب دوستان، نیلوفر یادتونه تو تلویزیون اول تلویزیون رنگارنگ برنامه داشت، بعد تو تلویزیون مردم، بعد این باهایی ها، مخصوصا آقای عطا الله معینی صاحب جی الویز به من گفت آقای سوربی این نیلوفر نمیتونه بیاد اینجوری حرف بزنه. گفتم چجوری حرف زده؟ گفت نمیتونه بیاد این چیزا رو بگه. گفتم آقا این چیزا یعنی منظورت حقیقته؟ حقیقت رو داره میگه. گفت من نمیدونم حقیقت یا حقیقت، فیلمشو اول بگیری بعدن برای ما بفرستی. دوستان الان چندین سال تهیه فیلم و برنامه زنده خیلی راحت تره، یعنی مثل پلوپز، برنجشو میریزی، نمکشو میریزی، روغنشو میزنی، دو شاخه رو میزنی تو پریز. برنامه ضبط کنم بعدن پخش کنم، خیلی ها هنوز اون کار انجام میدن، ولی مشکل ترین قسمتش اونه که اگر شما پرفکشنیست باشین، یعنی عالی پسند باشید، هر چیزی رو نگاه میکنی میگی نه این بده، دوباره ضبط کنم، دوباره ضبط کنم، اینجا چشم اینجوری شد، اینجا لبم اینجوری شد، اینجا شیرازی حرف زدم. آخ خدا نکشته، اون روز این اکبری برای من نشتود لنده، من سالها بود نقنق و قنده و اینا رو شنیدم، ولی لنده، هی لندید و هی آقای چیز میگو انگار به فلان گفتیم.
عید آمد و ما لختیم، هرچی به بابام گفتیم هی لندید و هی قندید، انگار به فلان گفت. مدرسه وحید روبروی پرورشگاه خیابان لطف علی خان زم. پرورشگاه که دم باسکول نادر بود. حالا فهمیدم بستنی فروشی و نزدیک سینما پارامون. شما بابا بین دو تا سینما بودی، این ورد سینما پارامون، اون پایین هم کاپری نیلوفر. از رنگارنگ اومد تلویزیون مردم. تلویزیون مردم این بهایی ها گفتن اینجوری، گفتیم نه جیلویزی میخوایم. بعد یه مدتی دیدیم خود نیلوفرم خیلی پرخاشگره، گفتیم بابا هر جور دوست داری الان تو یوتیوب اینا میتونی برنامه بذاری. رفتش. یه دفعه دیدیم از بفرمایید شام من و تو سردره بود. یه دفعه دیدیم اون داستانهای نمیدونم اون به اون نظر داشته، اون میخواسته سوار اون بشه، اون خر اون سوار شده، اون خر سواری کرده هندونه اومده فلان، از این ماجرا شد. حالا هفته پیش بود، دو هفته پیش بود، یه دفعه دیدیم از توی ایران یه ویدیویی ساخته یه خانم پرچم به دستی. من این ویدیو رو کردم، گفتم این خانم خیلی آشناست، اینجوری کردم. بعد گفتم این که همین نیلوفره، نیلوفری که تو انگلستان زندگی میکرد، نیلوفری که ولی نمیدونم آدمای عجیبی هستیم. یه دفعه زیر و رو میشیم، یه دفعه از یعنی هر کدوم از ما هر روز داریم انقلاب میکنیم. حالا این انقلاب شورشه، این انقلاب نمیدونم زیر و رو شدنه، این انقلاب در جهت بهبودیه، من کاری به معنیش ندارم. در صورت نیلوفر خانم هم رفت از تلویزیون های مختلف، از رنگارنگ، مردم تیوی، من و تو، بالاخره ایران. اگه کسی یه جایی لینکشو داره همینجا بذاره. من نمیدونم اینجوری ننویس، شاه اینجا نوشتی مثل علیزاده. من نمیفهمم راجع به چیه، چون اولا ما یک کم تأخیر داریم تا من حرف بزنم و شما بگیری و بعد شما بنویسی و من ببینمش. من نمیدونم راجع به چی، اونم منی که از هر دری سخنی دارم میگم نمیفهمم. مثل علیزاده متوجه نمیشم. آهان، هر روز عوض میشن. علیزاده چجوری عوض شده؟ هر روز علیزاده از اولی سو استفاده چی بوده؟ دوست داشته صداشو بشنون، دوست داشته جلو دوربین باشه. اگر منظور علیزاده اون آقا یکش علی نژاد میدونم کیو میگی، علی رضا علیزاده موهاش چرا همه موهای اینا اینجوریه، برق گرفتتشون؟ میدونم کیو میگی، یک آدم با سوادیه اون، یه دفعه اینجوری شد. اینم مثل امید دانا بود، نمیدونم من واقعا توش موندم چجوریه. پول میدن پول میگیرن نمیدونم، کسی اگه میدونه بیاد بگه که ما بگیم بابا این نوشته. منظورم علیزاده عوض شده مفرفری، فهمیدم. آخه اونم مفرفریه، یکش موزوزیه یکش مفرفریه. خب اجازه بدید من یه چند تا پیام گرفتم، از اونایی که پیام میذارن تشکر میکنم. یکیش این دوست کردستانیمونه که قبلا من یه دفعه ایشون پیام گذاشته بود و فحش داده بود، بعد من بهش زنگ زدم با هم صحبت کردیم، ایشون خیلی مؤدبانه عذرخواهی کرد، گفت من عصبانی بودم اینا، ما با هم دوست شدیم. یکی دیگه آقا امیدی بود که راننده کامیون بود و چند بار صحبت کرده بود، خیلی جالبه. من باور دارم اینایی که تو دوستیشون یه بار یقه همدیگر رو میگیرن بعدن دوستای خوبی میشن، چون حد و مرز همدیگر رو میشناسن. مثلا من میدونم که به فلانی مثلا جوک ترکی نگم، میدونم به اون فلانی جوک اصفهانی نگم، یعنی لیمیت و حد و مرز همدیگر میشناسیم. آقا امید این دفعه دو تا پیغام گذاشته که من براش نوشتم آقا خوب بود که اسمتون رو بنویسید. والا بلا به خدایی که من بهش باور ندارم، به دین، به مذهب، به درخت، به چراغ، من اصلا اگر اسامیتونم تو تلفنم داشته باشم شما رو یادم نمیاد کی کجا کی چه وقت چی گفته. این اصلا جزء اتیک، اتیک میدونید اخلاق، اخلاقه که آدم یه جایی که زنگ میزنه بگه من کی هستم. اونم این روزایی که تلفن‌های مختلف هست، صداها ممکنه شبیه باشه. باور کنید من بعضی وقتا تو راه دارم رانندگی میکنم، برای خودم یه پیام میذارم، فردا که میام روشنش میکنم اول فکر میکنم داداشمه، که به شوخی هم بهش میگم ببخشید من بعض وقتا تفاوت خر و گاو از هم نمیکنم. آقا خانم
من نمیدونم شما اگه بگی مثلا من اسمم مهسا هست یا اسم من امید هست، من چه کار میکنم با این اسم شما؟ اونم مایی که هممون داوطلبانه میایم عکس نمیدونم برده پارتیمون و تولدمون و عروسیمون و عروسی نمیدونم فلان. دیشب من داشتم یه جای ویدیو نگاه میکردم، همین خانم کامیار، آقای کامیار داشت میخوند و میرقصید، یه دفعه یه دوستم گفت ای اون خانمی که داره اونجا میرقصه فلانیه، دوستش بود. دنیا اینجوری شده. زنگ که میزنیم خیلی قشنگ سلام، سلام دوست نداری درود. یه نفر هست یه برنامه اسمش هست اهورا، حالا میدونید که مثلا اینا ممکنه مثل من اسمش اصغر بوده، حسن بوده، اسم گذاشته اهورا، اهورا فلانی، انقدر این دانش کامپیوتر و تلفن و اینا داره میاد میگه، ولی میاد میگه بامداد شما نیکو باد. یه دفعه به شاهین گفتم، گفتم شاهین خدا وکیلی از سر کار میاد، خانمتو میبینی بهش میگه عزیزم درود، بچهاتو میبینی میگه عزیزم درود، یا میگه بابا جون سلام، بودی به تو بغلم. بابا جون با خودتون آنست باشین، با خودتون رو راست باشین. بگذاریم، امید پیغام گذاشته، اون آقای کردستانی پیغام گذاشته. والا من میدونید خیلی رک صحبت میکنم، ببینید اینجا یه تلفنایی بود، اینایی که تنها بودن، دوست دختری نداشتن، دوست پسری نداشتن، زنگ میزدن دقیقه $3 میدادن با یه کسی، اونم براشون ادا در میبرد. الانم که دیگه تلفن گذشته شده ویدیو، طرف اومده نشسته جلو دوربین هی با خودش بازی میکنه، بعد میگه حالا شما پول بده. خیلی ها، من این کوتر جدید خریدم، کت شلوار جدید که میخری باید از تنت کوچیک باشه، باید آسینش کوتاه باشه، اگر اندازت بود و آسینش اندازت بود امول هستی. عجب بدبختی گرفتاری ما از دست این مد و فلان اینا. بگذاریم، خلاصه این دوستانی که حمایت نمی کنن ولی زنگ میزنن، حالا اگر وقت داشته باشی زنگ بزن با هم صحبت کنیم. اونم منی که تلفن گذاشتم، پیامگیر گذاشتم، میگم آقا خانم شما پیام بذار 3 دقیقه، من پیامو پخش میکنم، پیامو گوش میدم. اگه میخواین تو برنامه پخش نشه همون اولش بگید که من این پیامو برای خودت گذاشتم. همین امروز یه نفر یه پیام گذاشته بود، نوشته بود من برای خودت گذاشتم، اگه میخوای تو برنامه‌تم بگی به اسم من نگو. گفتم باشه چیکار داری، نترسیم از هم دیگه. ما یکی از معضلات بزرگمون دیکتاتورها کاری کردن که ما از هم دیگه بترسیم. این الاغایی که به همه میگن مأمور جمهوری اسلامیه، اونا مجانی برای آخوندها کار کردن. شما اگه نگاه کنی توی مهمونی که میری، تا یکی بلند میشه میره میگن آقا این دیدی این مأمور جمهوری اسلامی ها، در صورتی که اگر آخوندها پول میدادن ما هممون میشدیم مأمور جمهوری اسلامی. هر کدومتون میگین نمیشدید، بیاین جلو تو من بهتون ثابت کنم میشدید، فقط قیمتتون فرق میکنه. ممکنه من با $2,000 مأمور بشم، نوکر بشم، شما قیمت $10,000 باشه. چون اگر بهت یه شغلی بدن بگن آقا این پوله رو بگید ساکت باش، همه میگیرن ساکت میشن. مگه همین هنرپیشه نبود آقای فرخ نژاد؟ چیه ولک بچه خوزستان چه نقشای بازی کرده؟ همش در جهت قالب کردن سیستم آخوندی جمهوری اسلامی به مردم ایران. حالا اومده اینجا شده پادوک آقا رضا پهلوی. این رضا پهلوی دیدید چه ذوقی میکنه؟ این خانما میان بغلش میکنن، ماچش میکنن، جای ماتیکشون میمونه. آتیلا گذاشته بود، گفتن این کودک سفید مو، خب خانمش که میره همش یوگا بازی میکنه، روی میله این اون میپره بالا، این مجبور از این چیزها خوشش بیاد کیف کنه. و الا این روزا بعد کووید آدم به قول ما شیرازی ها میگن گزگزش میشه، شما تهرونی ها میگین چندشش میشه، ما گزگزمون میشه یک کسی بغلمون کنه، ماچمون کنه، مشت اینجوری میزنیم به هم دیگه به جای دست دادن. چی گفتی؟ اما سوربی شما کلن غور را میزنی. چه اسم دمت گرم. این اون چیزیه که من دوست دارم بیام و با شما باشم. یعنی امکان نداره. من خنده دارترین برنامه های کمدی آمریکا رو شب نگاه میکنم، تو یوتیوب دور میزنم، امکان نداره اینقدر به وجد بیام، به شادی بیام که با شما هستم.
اون چیزی که آقای اکبری میگه آقا یه تلویزیون اینجا بود وقتی ما میمدیم فکر میکردیم نشستیم اونجا، این سربی هم نشسته. حالا یه چیزی بهتون بگم آقای اکبری، خدا شاهده من این 30 و چند سال نزدیک 40 سالی که اینجا هستم، هر کی هر جا میریم میگم آقا من از شما میترسیدم، ولی حالا میبینم آقا همین هستی که اونجا هستی. میگم خب اگه از من میترسیدی حالا باید بترسی. میگی نه آقا دمت گرم اینجوری فلان بیسار. من همینم، فردا منو بیرون ببینی تو خیابون همینم، دیروز هم دیده باشی یه جا همینم، همینه که هستم. در هر صورت شما درست میگی، این قور زدن خیلی خوبه. من همسرم هم بهم میگه خیلی قور میزنی. میگم ببین ما همه زندگی رو مدیون اونایی هستیم که قور میزنن. خود شاهین دست کمی از من نداره از قور زدن. آدمای پرفکشنیست فکر کنم بهشون میگن عالی پسند توی ایرانی، اینا همیشه فقط میگردن دنبال اشکال، چون یه چیزی که اگه اشکال نداشته باشه خب داره کار میکنه، ولی شما نگاه میکنی میگی آقا اینجا اشکاله، رفعش میکنن. و اگر اینایی که قور میزنن نباشن یک زندگی افتضاح، همه چی داغون خراب. بگردیم برگردیم بریم پیامارم گوش کنیم یه چند تا، بعد میایم. این دوستمون گذاشتم توی لایو، یکم صدای اینم زیاد کنه. او شما چی میگی آقا؟ آقا شما چی میگی؟ این داره صدا میده، والا من نمیدونم از کجا داره صدا میده. فکر کنم اینه، صبر کنی این دارم ببندم یه لحظه، شاید یاره بیاد و تصویر خودمو بره. یه لحظه یه لحظه، امان از پیری، امان از دست تنها شدن، و من این میدونم بابا بیا ببین این بود، پیداش کردم. تو چی میگی او پشت برای خودت داری وزوز میکنی؟ اوکی، میخواستیم پیام دوست کردستانیمونو، اسمش هم یادم رفته، اصلا مهم نیست، مهم اینه که من و این یه بار دو بار با هم صحبت کردیم، خیلی به اصطلاح حال کردیم. و اگه اشتباه نکنی همین بود که گویا با شهرام و همایون اینا هم یه چند تا برنامه داشته، بعد گوه آقا اینا همشون اینجوری هم پدر سوخته هستن، ولی دوستان شهرام و همایون چند تا حرف جدید زده، برید گوش کنید، خیلی قشنگ گفته. میگه آقا قبل از انقلاب خمینی کجا بلند میشد بره تو این جلسه تو اون جلسه، همه دنیا میمدن صف میبستن که برن باهاش 2 دقیقه صحبت کنن، بعد شرط میذاشت. حالا این کوتشو میندازه رو کولش، از اینجا میره مونیخ، از مونیخ میخواد بره نمیدونم فلان، از اونجا میره. دیروز یه برنامه دیدم آقای میگه آقا این رضا پهلوی تا قبل از این برنامه ها حتی تو کالیفرنیا، حتی تو واشنگتن جایی که زندگی میکنه نمیتونست 200 نفر جمع کنه، ما اومدیم ریش گرو گذاشتیم تا تو برلین این همه آدم اومدن. حالا موج که سوار شده، این میدونید سرفینگ یه چوبای بزرگی هست، میان میندازن سوار میشن. ولی آقای رضا پهلوی این موج میرسه به ساحل، شما میمونی و این چوب دست چیکارش میخوای بکنی؟ شمایی که الان همه شکایت میکنن که شما این تظاهرات و اینا رو دزدیدی، میدونید تا چندین سال بعد از انقلاب همه میگفتن خمینی انقلاب رو دزدید، ولی الان میرید نگاه میکنید میبینید نه آقا این 12 سال 15 سال قبلش رفته بود، از 42 تا 57 نمیدونم کار کردن، کتاب نوشتن، منشور نوشتن، اساسنامه نوشتن. حالا این منشور هم یه منشوری دیگه درست شده، هم من از خانم چی سوال کردم هم از آقای نیساری که آقا این منشور چیه، یه عکسی میفرستن مثلا منشور 20 منشور فلان چه. میگم آخه این منشوره کیه، ببینیم کیا امضا کردن، تا امروز هیچ کی نفرستاده برام. خب ایراد نگیر از آقای سوربی. سید افضل هاشمی سلام من دوستم. خب اینم از این، ببینید طرفدار و حامی دارم، مواظب خودتون باشید. خب این اولا این نامه ای رو که این دوستمون نوشته بود، ولی نمیدونم چرا نوشته just only for Mr. Sorby، فقط برای خودتون. اوکی، میگه که یه بچه کوچولو
شروع کرد به گریه کردن. مادرش نگاه کرد، دید یه آدم زشت هیکل نتراشیده نخراشیده جلوش وایساده. حالا این آقا هم هی بهش میگه بچه جون گریه نکن، بچه جون گریه نکن. مادره گفت بابا مرد، شروع قیافته ببره، این به خاطر تو داره گریه میکنه، برو عقب بلکه آروم بشه. بعد ایشون اینو خیلی قشنگ آورده چسبوندتش به این داستان رضا پهلوی و 43 سال خورده و خابیده و هیچ کاری انجام نداده، حالا بلند شده اومده. ولی باور کنید من الان یه هفته است امیدوارم رضا پهلوی بره ایران، بشه پادشاه، بشه نخست وزیر، بشه رئیس جمهور، بلکه یه دو هفته کار کنه بفهمه کار کردن یعنی چی، و بعدم ببینیم چه گلی بر سر ملت میزنه. اینم ببینیم دیگه، ما قبل از اینکه فوت بشیم ما چند سال دیگه زنده است. اینم از خب این نوشته رو من با گوگل ترجمه فارسی کردم که سریع بشه. نوشته که این وضعیت ایران رو آقای سوربی من اینجوری میبینم: یک کودک نوپا پس از دیدن مردی با هیکل عجیب و غریب و چهره بسیار زشت ناگهان بلند و مدام شروع کرد به گریه. مادرش نتوانست او را آرام کند. مرد در حالی که میگفت گریه نکن را تکرار میکرد، به کودک نزدیکتر و نزدیکتر میشد. مادر مجبور شد با صدای بلند بر سر مرد ترسناک فریاد بزند که وایستا و از کودکش فاصله بگیره و تنها دلیل گریه و بیقراری کودک خود او هست. میگه حالا پس از 43 سال این مرد 63 ساله که سبک زندگی مجللی را در پیش گرفته و از زندگی در امارتهای زیبا به عنوان دارایی خود در سراسر جهان لذت برده بود، از جمله داشتن میلیاردها و میلیاردها دلار از ثروت ملت بدبخت ایران در حسابهای شخصیش و در تراستها و اینها در سوئیس و سایر بانکهای سراسر جهان، هیچ نهادی از اون نمیپرسد که شما در 43 سال گذشته چه کرده اید. چرا خانم؟ یه خانمی ازش پرسید که آقا مردم که پدر شما رو فراموش نکردن، پدر شما اشتباهات زیادی داشته، این مردک پررو هم شده این روزا. تا چند مدت پیش میگفت بله حتما اشتباهاتی بوده که منجر به انقلاب شده، حالا میگه تاریخ قضاوت میکنه. یعنی خانم از همین الان حرف نزن، میفرستم ثابتی بیاد دنبالت. الان دیگه میگه پدر من رو تاریخ قضاوت میکنه، منم مقایسه نکنین با او. قرمسا تو نمیتونی بگی من صاحب این باغم که سندش به نام پدرت بوده میوه‌هاشو بفروشی، ولی اگه یه نفر اومد گفت آقا اون دفعه اومدم اینجا کار کردم، این آلیچه رو نمیدونم تخت رو ساختم پولشو بده کاری، بگی بابا مرده نیستش. و میگه و احمقام قبول میکنم. نمیدونم چه باید کرد. آیا او پولی به دست آورده بود؟ نه، او یک بازنده است، درست مثل ترامپ. ترامپ هم یه پول بی حسابی از باباش بهش رسید. این مرده که اون پوله رو اصلا نتونسته زیاد کنه، هی این ور اون ور تو این سوراخ تو اون سوراخ گذاشته، لون گرفته، وام گرفته، بدهکار. ولی امروز اگه نگاه کنید ترامپ پولی نداره. با این همه بدهکاری که درست کرده توی بانکای مختلف، پرونده‌ای که ساخته و اینها، در اصل این مقاله خیلی قشنگی بود که شما نوشتی که بابا اصلا اینا از خود شما وحشت دارن. ما به علت خر و احمقی باید باشیم که یه اتوبوس مجانی را بندازیم بین خط شاه و شیخ. نوشته بود اتوبوس مجانی از امروز بین مسیر شاه و شیخ و بالعکس برقرار شد. حالا برید داستان اتوبوس مجانی خمینی رو پیدا کنید، برید داستان اتوبوس مجانی رضا پهلوی رو پیدا کنید. سلام آقای سوربی. کاکو ما که از خیلی وقت هرچی طرفدارت بودیم، ولی تا میامدیم سلام میکردیم تحویل نمیگرفتی، هرچی گفتیم گوش به جماعت آبدهن گوش به جماعت لب و دهن نگیر فایده نکرد، ولی ما همچنان ارادت داریم. من نمیدونم والا شما رو دیگه چجوری باید تحویل بگیرم آقای ارتشیر شیخی، شما رو میشناسم کاملا، یادم هر وقت چیزی نوشتی خوندم. ولی ما دوست عزیز گفتم ما اینجا نه تبلیغ داریم، نه کسی بهمون پول میده، نه بابای پولداری داشتیم و الی آخر. ضمناً درباره با این برنامه من هفته پیش یه نوبت دکتر داشتم، رفتم تو دکتر، یکی از دوستان قدیمی رو که باهاش توی برنامه‌های رادیو و تلویزیون محلی اینجا بودیم، گفت که آقا تو کجا هستی، من هر چی نگاه میکنم تو رو نمیبینم. گفتم تو میری تظاهرات یا میری نگاه میکنی ببینی کی اومده کی نیومده؟ گفت نه، در هر صورت بالاخره وقتی ما میریم دنبال دوستانم میگردیم. اولا یه نگاه بکنید به این تظاهرات که میرفتن،
میرن تظاهرات، خب صبح که یه شکم سیر میخورن ساعت 9:10 میرن اونجا، 11:12 شروع میشه، یه دوری میزنن، بعد همشون برمیگردن تو رستورانای نزدیک. اولا رستورانای نزدیک به واشنگتن همشون قیمتها رو بردن بالا به خاطر اینا که مشتریای معمولیشون الان دیگه نمیرن. اسم نمیبره ولی یه دوستی گفت آقا چلو کباب 12 دلاری رو طرف الان داره میده 23 دلار. گفتم خب بذار بدن دیگه، شما نرو برو یه جای دیگه. شمشیری با این شمشیری چلو کباب میشه 16 دلار. واقعا یه چلو کباب که میگیری برای دو بار خوبه، یه بار امروز بخور، یه بارم نگه دار تو فریزر یا فلان برای فردا. البرز میده 15 دلار، اون چیه که میده 23 دلار؟ خب برید بخورید بمانه اینه. بعد بهش گفتم آقا من برای چی بیام؟ یه دوست دیگه هم دارم خیلی اهل معرفت و نوشتن و فلان ایناست، اینجا روزنامه داشت قبلا و اینها، میگن اونم به من هر هفته زنگ میزنه آقا اصلا اگه خواستی میام دنبالت با هم بریم. میگم نه آقا من نمیخوام، اینجا مترو در خونم سوار میشم، همونجا جلو وایت هاوس، جلو کپیتال، جلو چیز پیاده میشم. ولی برای چی بیام؟ برای چی بیام؟ برنامه اینا چیه؟ میگه نه حالا شما بیا. بعد آقا شما بیا سوار این ماشینی باشو، بعدا من بهت میگم کجا میخوایم بریم. سوارم که شدی درش قفل میکنم. آقا این چه مزخرفی شما میگی؟ الان یکی یکی برید حرفای آقای حسن اعتمادی رو گوش کنید. میگه آقا نه برنامه‌ای دارن، نه رئیسی دارن، نه پولی دارن، نه وسیله. برگردیم به صحبت‌های این دوستمون و اون آقای عالی پیام. ببینید بانوی گرامی، آقای عالی پیام اگر تو ترکیه هست، اگر سخت زندگی، الان که لندنه، اگه سخت زندگی میکنه از این خونه به اون خونه، هیچ که نگفته آقا تو بیا هر روز به ما بگو کجا هستی، هر روز به ما آی پی ته بده، هر روز به ما شماره تلفن ته بده. ولی وجدان بهش میگه تو به بچه ها دروغ نگو، بگو من تو ایرانم، به دیگران نگو که من تو ایران دارم این شعرها رو میگم و آخوند اینقدر دنبال آزادی که به من هیچی نمیگه. شما اون قسمتشو نگاه کنید. من بارها بهتون گفتم، حالا میخواستم اینو نشون بدم، این متاسفانه دو طرفش یه چیه، این ورش نوشته سمیل آدم، این ورش هم نوشته سمیل آدم. ولی خیلی چیزا هست که شما از این ور که ور میداری، حالا ما هر چی ور میداریم امروز اینجوریه. این پاسپورت هم مثلا ببین، این پاسپورت هم. شما الان چی میبینید؟ عکس یه منظره مال واشنگتن رو میبینید. من چی میبینم؟ دید من با دید شما فرق میکنه، الا اینکه دوتامون بیان کنار هم وایسیم، بعد بریم یه جا وایسیم، اینو بدیم به شاهین، بدیم به آقای اکبری، بگیم آقا یه بار این ورشو نشون بده، دوتامون به هم بگیم چی بریم، بگیم پاسپورت میبینیم آبی، یه بار این ورشو نشون بده آقا چی میبینی، صفحه این هم دونم مانتراشیر کوه فلانه میبینیم. قبول کنید که ماها هیچ کدوممون با هم یه جا نیستیم. قبول کنید که باید با هم تفاوت داشته باشیم. قبول کنید که من از اینجا قرمز میبینم، شما از اون طرف سبز میبینید، شما سبز میبینید من قرمز میبینم. بدونید اصلا حتی مثل چراغ راهنما و اینا، آقای عالی پیام 2 سال به جوانها دروغ گفته، 2 سال به شما دروغ گفته. کسی که میاد تبلیغ سو میکنه بر علیه آخوندها که اینا دروغگو هستن، خودگر هستن، پدر سوخته هستن، خودش نباید دروغگو باشه، خودش نباید پدر سوخته باشه. ما حرفمون اینه، و الا بشینه از صبح تا شب شعر بگه، از شب تا صبح هم شعر بگه. در صورت اکنون که ملت ایران با خون و جان در دست، اجازه بدید من اینو بیارم اینجوری، اکنون که ملت ایران با خون و جان در دست برای دموکراسی و آزادی می جنگد، ناگهان با نشان دادن چهره اش در رسانه ها ظاهر شد، نه به عنوان کسی که حاضر است برای حق مردم و آزادی کشورش مبارزه کند، نه، او با محافظان خودش که اکثرا خارجی هستند به عنوان یک پادشاه می خواهد بیاید. او می خواهد دوباره قدرت نهایی در کشور باشد. زخم ایرانی هرگز آن قدرت را، این زخم ایرانی، این ترجمه گوگله ببخشید، هرگز آن قدرت را به هیچ انسانی نمی دهد. شما اینو میگید، من میگم never say never.
هرگز نگو هرگز، چون شما نمیدونی چجوری اینا میتونن به ما غالب کنن. هفته پیش آقای شهرام همایون میگفت این امروزی که این جمعه اینا نشستن تو دانشگاه، اولا هی میگن تو دانشگاه نشستن. آقا چه فرقی میکنه که تو دانشگاه جورج تاون نشسته باشی یا تو هتل هیلتون $300 داده باشی اتاق گرفته باشی؟ چه فرقی میکنه که تو لیزنر آدیتوریوم، خیلی از کنسرت ها تو دانشگاه ها هست، برای که تخفیف میدن ارزون تر میشه. هی میگن در دانشگاه جورج تاون، انگار مثلا دانشگاه جورج تاون اومده. تازه اونا هم این کارو میکنن، ولی یادتون باشه کیا تو دانشگاه اومدن صحبت کردن؟ آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی، خیلی های دیگه. این دانشگاه دانشگاه نکنید. شهرام همایون میگه امروز، دیروزی که اونا صحبت کردن جمعه منظورش بود، پنج شنبهش نمایندگان از دو مجلس گفتن خانم رجوی ما میدونیم شما فلان فلان، خانم رجوی ما میدونیم شما ایرانی ها میخوانید خانم رجوی. بعد یکی بهش زنگ زده میگه آقا یه نماینده گفته، اونم اینجا میگه آقا چرا گوش نمیدی؟ من بهت میگم نمایندگان دو تا مجلس، مجلس سنا و مجلس شوراشون به قول معروف، یا House of Representatives یا سنت، این دوتا با هم نشستن چی کردن؟ چرا اونا پول میدن؟ یه نفرم پرسید از چیز با یک دو فوریتی، گفت آقا اینا هر روز فیزیکلی اینجا هستن، همین تو مونیخ پرسید. اولا این برنامه مونیخ هم ما نه که یه چیزایی نمیدونیم دنبالش نرفتیم، آقا یه سازمان خصوصی یه برنامه میذاره هر سال به خاطر امنیت جهان، یه موضوعی رو میاره بالا، یه دیر هم دعوت میکنه. یه روز جواد ظریف رو دعوت میکنن که میاد میخنده و مسخره میکنه، یه روز اون، یه روز اون. این بار چون این آقای زلینسکی مال اوکراین بوده و مسئله اوکراین بوده، اینا هم فکر کردن و این آقا خانم علی نژاد و نمیدونم اینا این بر اونور پول خرج میکنن، میرن رفتن پول دادن، تماس گرفتن، رابطه. دوباره نگاه کنید، ضابطه نیست، همه دنیا شده رابطه. شما حواست باشه، اینجوری نیست که ما ایرانی ها اینا را قبول نمی کنیم. مگه ما انتخاب میکردیم؟ مگه ما حق انتخاب داریم؟ همین شمایی که تو آمریکا هستیم، منی که تو آمریکا هستم، مگه من و شما حق رأی دادن داریم؟ ساعت 2:52 است، 8 دقیقه دیگه میریم به آقای فرزاد نیساری سلام کنیم بعد از مدت ها و ببینیم آقا چی شد. شماها که دم این سفارت دم اون سفارت بعد فکر میکردین نیرو دارین، نیروها آماده هستن، دیگه موقعیتی از این بهتر میخواستید که 5 ماه هر روز نیروی جوان تو خیابونا باشه، ولی این بیچارهای جوانا ندونن حالا بعدش باید چی کار کنن؟ هی یکی یکی دستگیر بشن، هی یکی یکی بمیرن، هی یکی یکی ما چله بگیریم، هی یکی یکی 4 تا دیگه بمیرن. آخه ببخشید من اینو میگم، من و شما بچه داریم، من و شما نوه داریم، واقعا شما حاضری؟ میدونید من چند مدت پیش به این آقای غلام ترشیزی گفتم آقا شما آقای فیلابی اینا اینقدر تبلیغ مجاهدین میکنید، فیلابی که دوتا بچهش ماشاءالله اینجا دارن زندگی میکنن و پول خوب در میارن، رو چرا بچه های خودتون نمیرن به مجاهدین به پیوندن؟ گفت بچه من 16 سالش، الان فکر کنم 20 سالش هم شده. آقای ترشیزی شما اجازه میدی من بیام بچه تو وایسم نیم ساعت باهاش صحبت کنم، بلیت هواپیما براش بخرم، پول پاسپورتشو بدم برش دارم ببرمش آلبانی مجاهد بشه؟ خب اگه نیستید چرا این کارو برای مردم دیگه میکنید؟ بعد اونی که میگه من چه انتظار دارید من پاشم برم ایران؟ بله، خبرنگار فکر کنم آقای ناجی چیه، کسرا ناجی چیه، فکر کنم این بود، باید بگه بله خمینی تا نیامد ایران انقلاب نشد. اینایی که میگن خمینی فرانسه بود انقلاب شد، مزخرف. خمینی 10 روز قبل از چیز ایران بود، که همین دهه فجر دهه زجر هر چیه اون بود دیگه. شاه اول رفت و اون نشست و گفت این باید بره. حالا شما یکتون بگید خامنه ای باید بره، هرچند میاد یه کاغذ از جیبش در میاره اینجوری اوکی میخونه، بعدم مرده که نه با کسی حرف میزنه جوابگوه، نه مسئولیتی داره، ولی میاد حتی به خودیاشون هم میگه نق نزنید. شما تنها نیستید به من میگید نق نزنا، خامنه ای هم به اونا میگه نق نزن. خب
کاکو فلان اینها، اوکی ما همچنان ارادت داریم، خیلی ممنون متشکرم. جناب صبحی عزیز، اخیراً از زیر زمین یک حزب طرفدار پالونی آمده بیرون میگه فقط تهران بان ایرانیزم یه تهران. شما میدونید که، یا شاید اگه جوان باشید ممکنه ندونید، یه حزبی بود حزب ایران نوین، یه حزب دیگه هم بود حزب مردم، که این بیچاره هویدا به اصطلاح رئیس اون حزبه بود. بعد گفتن خب حالا اگر میشه حزب رفتابیخ، گفت خب پس من بشم سخنگوش، که همه میگن بزرگترین اشتباه شاه تأسیس یک حزب تک حزبی بود توی ایران، بزرگترین اشتباه هویدا این بود که سخنگو بشه. حالا بیان همین رضا پهلوی رو نگاه کنید، نمیدونم شورای فلان گذاشتن رفتن فرانسه، گفت من سخنگو. آخه چه سخنی گفتی؟ رفتن فلانجا اومدن فرشگرد، رفتن فلانجا اومدن ققنوس. این دیوانه کنگرلو، نه آقای انوشیروان کنگرلو، من بهشون ارادت دارم، اون چی چیه اسمش، اللایار خدایار چیه، دیوانه آمد گفت که نمیدونم سیستانی هم از رضا پهلوی، بعد رضا پهلوی تو سایت خودش نوشته آقا هم چیز دروغه. یه مش دیوانه جمع شدن، یه مش مزخرف اینجوری میگن. بله شما با پشت میری ایران اگه میخواد، اگه نمیخواد بیا این و ببخشید من اینو میگم ها. حالا این مریم رجبی و اون رجبی مرحوم اقلا با همه خریتشون بارها گفتودن ما میریم از نمیدونم فلانجا تا تهران 8 ساعت میریم. احمقا، از تو عراق میخواستن برن تا تهران 8 ساعته، شما با اتوبوس ایران پیما سوار بشی نمیتون، ولی با تانک و فلان رفتن. حالا که اون یکی محروم شده نمی اینجوری. خب اوکی. ماریا دوستم، بهتون گفتم این زنای پتیاره، الان من اینو دیلیتش میکنم، بلاکش میکنم و میندازمش بیرون. اوکی، این احمقا هستن که مملکت ما رو به اینجا رسوندن. خب بگیم unwanted فلان hate speech، بله report اینجا hide user on my channel. ببین بدبخت، تو اینجا میتونستی بیای با منطق خوب صحبت کنی، نیومدی مثل آدم از این حقت استفاده کنی، من مجبور شدم با یه تیپا و پشت گردنی بندازم بیرون. ممنون و متشکرم از دوستانی که اینجا هستن، باز ازتون خواهش میکنم این برنامه رو به دوستان دیگه معرفی کنید و ازتون خواهش میکنم که برنامه رو حتی اگر موقع بازپخش میبینید با این شماره تلفن 202-695-2573 که واتساپ هم هست میتونید پیام بذارید، میتونید تکست بفرستید، با ایمیلمون میتونید ایمیل بزنید بفرستید و اینها، تماس بگیرید در هر صورت. و یه چیز دیگه من بهتون بگم، این خانم ماریا تیلی که حالا اسمش هر گویی هست، متوجه شدین اینا همش به این اون فرش که میدن میگن ریدم، یعنی اینا انقدر کنشون گشاده از صبح تا شب دارن میرینن. بدبخت تو نمیخواد برینی، یه بار شاه رید توی مملکت منجر شد به خمینی. من دیروز برای اینا نشدم، من منتظر یه روزی هستم که این رضا پهلوی انقدر وجدان داشته باشه بیاد بگه خمینی و این آخوندا نتیجه دیکتاتورشیپی 57 ساله یا 53 ساله پدرش و پدر بزرگش بوده. هیچ عیبی هم نداره برای رضا پهلوی بگیم پدرانش، چون معلوم نیست. در هر صورت بازم ممنون و متشکرم، ولی اینا انقدر احمقن، اینا حتی این امتیاز رو از خودشون میگیرن که یه جایی که مخالف بهش اجازه داده یه تریبون آزاد هست بیاد مثل آدم بنویسه، مثل آدم عمل کنه، چون یاد نگرفتن 57 سال شاه ساواک شعبون بیمخ به مردم فوش داد. دیروز داشتم یه فیلم نگاه میکردم، گفت نگاه کنید از خودتون بپرسید کدام پادشاه در ایران فوت شده، کدام پادشاه جنازش هنوز در ایران، زمانی که مصدق راحت خوابیده توی حیات باغش توی احمد آباد، زمانی که کریم خان راحت خوابیده توی موزه پارس، هم شهرداری نه پشت هنرستان نماز. خب دوستان عزیز ممنون و متشکرم. و بله اون حزبی که میگید همون بود که من گفتم وایسادن عکس گرفتن. این برنامه، این فکر کنم فاشیستا موسولینی تو ایتالیا اینو راه انداخت که هیتلر هم اینجوری میکرد، اینجوری 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 اینجوری، اینا مهم نیست. فیلم های قدیمی رو نگاه کنید، فرانسوی ها اینجوری سلام میدادن.
حالا به ما گفتن دستاتون بسته باشه، این روی شقیقتون باشه، ما اینجوری میکردیم، حالا شقیقمون رو بعد میدیدیم، نه که اصلا رگ نداریم نمیزنه فلان، نه اینا چی نیست، اینا همش اینی که میخوان شما فرمانبری یا گوش شنوا داشته باشید. ساعت 3 بعد از ظهر بریم سراغ آقای فرزاد نیساری، ببینیم فرزاد نیساری، ما این همه نق زدیم ایراد گرفتیم، ایشون چه دفاعی داره برای این کارهایی که کردن و مهمتر از این کارهایی که انجام نشده. من صدای اینو فعلا ببندم، یه میکروفونم بیارم بدم به ایشون که آقای نیساری عزیز. خب بذارید من تصویر شما رو بدم به آها. خب اول دوستان سلام میکنم به همشهری خوب آقای نیساری که هر وقت اسم سینما دمکلی و نون آلو میاد من یادم به این میفته، مخصوصا از روزی که گفت یادته اون شیشه آب لیمو رو اینجوری فشار میداد و الی آخر. آقای نیساری شما صدای منو دارید؟ بله بله. بسیار عالی، ما هم صدای شما رو داریم، فقط من تصویر شما رو بدم به این حالا بیاد. صدا مثل این که اکر میشه. خب شما یک کمی اون نه شما صحبت کنی درست میشه، بعضی وقتا وقتی صحبت نباشه اینجوری میشه. آقا امیدوارم این صحبتهایی که من کردم شما شنیده باشی، یک کمی گله کردم از شما، از آقای بهرام آبتین، از دیگران که شماهایی که اون موقع میگفتید بریم نمیدونم اینجوری اونجوری، شماهایی که به خاطر ایل قشقایی، ایل باسری، ایل به اصطلاح ایلای مختلف لور میگفتید ما همیشه آماده هستیم و اینها، چی شد شما پنج ماه فرصت داشتید و متاسفانه هیچ عملی انجام نشد. من ساکت میشم، دوستان با همدیگه به حرفای آقای فرزاد نیساری توجه میکنیم. بفرمایید آقای نیساری. شما تصویر من رو دارید؟ بله قربان، تصویرتون رو دارم. صدا هم که درسته، صدا هم عالی، خیلی هم خوب، بفرمایید. بسیار عالی. با درود بر شما و میهمانان گرامی، با درود بر هموطنانی که اکنون و یا در آینده این برنامه رو خواهند دید، با درود بر استادانی که به من درس انسانیت آموختند و مهمتر از همه با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست همه آنها را از راه دور می‌بوسند. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی، جنبش ایران بانان در خدمت مردم ایران. خب گفته ها بسیار هست و ما در پنج ماه گذشته شاهد وقایع بسیار مهمی در تاریخ سرزمینمون بودیم و اینی که چه اتفاقها و چه نتایجی از اون گرفتیم بسیار مهم هست و همونجور که بیننده ها دیدند، آقای سربی نمونه ای هستند از کسانی که دنبال نتیجه هستند و صرفا مسئله این بیاد این حرف رو بزنه و دیگری حرف دیگر رو بزنه اینها رو قانع نمی کنه و نبایدن بکنه. این است که من چند مسئله رو توضیح میدم تا برسم به اون جایی که ما به عنوان جنبش ایران بانان نقشمون در ایران چه بوده، چه هست و چه خواهد بود. ببینید ایران یک کشوری هست که در نظر بسیاری از سیاستمداران ما کشور مستقل حساب میشه، در صورتی که واقعی وقتی به این مسئله بنگریم از کودتای 1299 و حتی قبل از اون در زمان قاجار کشور ما یک کشور مستعمره به حساب میومده و به ویژه علی‌رغم انقلاب مشروطه که 14 سال عمر کرد از 1285 تا 1299، با کودتای 1299 در حقیقت کشور ما رسما یک کشور مستعمره شد. هر نیروی سیاسی که این مسئله بسیار مهم رو در تاریخ ایران به حساب نیاره و فکر کنه که یا شاه و یا رژیم آخوندی یک رژیم مستقل هست، در حقیقت وقتی که میخواد تصویر واقعی به اصطلاح اتفاقات درون ایران رو کنار هم بگذاره و حسابرسی بکنه دوچار مشکلات بسیار فاحشی میشه.
این هم در رابطه با کسانی صادق است که با این رژیم در افتادند، هم در رابطه با کسانی که در درون این سیستم، سیستم رژیم فعلی دارن کار میکنن و فکر میکنن که با دادن به اصطلاح پیشنهادها و به اصطلاح کمک های فکری امکانی که این رژیم گوش بکنه هست. در صورتی که کشوری که مستعمره هست تنها به دستور استعمارگر و ارباب بالا سرش هست که کار میکنه. حالا شما بالا بری و پایین بیای، اون مسیر خودش رو طی میکنه. استعمار در حقیقت از پس از جنگ جهانی اول و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در حقیقت اومد کشورهای شکست خورده رو، حالا که یا تازه گرفته بود و یا از دولت عثمانی گرفته بود و یا قبلا درشون نفوذ داشت، بین خودشون تقسیم کرد. به این ترتیب به خاطر مسائل سیاسی درون ایران در حقیقت کشور ایران شد مستعمره روس و انگلیس. اینها حتی قرارداد با هم نوشته بودن که ایران رو چگونه تقسیم کنن، بالاش رو کی ببره، پایینش رو کی ببره و وسط رو به کی به اصطلاح ارائه بدن. حتی فرانسه یک زمانی میخواست بیاد اون قسمت وسط ایران رو بگیره. اگر ما این مسائل رو دور بداریم از برخورد به مسئله ایران، در چاله هایی میفتیم که اومدن ازش بیرون مشکل هست و تمام بررسی هامون هم غلط از آب در میاد. بنابراین این مسئله بسیار مهم است. چرا من این مسئله رو توضیح میدم؟ ببینید وقتی که شما بلند میشید، حالا چه به اصطلاح نماینده ایران هستید چه نیستید، چه واقعا پشتیبانی مردم دارید یا ندارید، وقتی میرید توی آلمان و یا توی مثلا کشورهای اتحادیه اروپا مینشینید و با اونها در رابطه با حق و حقوق مردم ایران صحبت میکنید، شما فراموش میکنید که کشورهایی که اینها رو تشکیل دادن، مثلا بلژیک و یا فرانسه، اینها هنوز خودشون استعمارگر و چندین مستعمره دارند. اگر اینها بیان و به مستعمره بریتانیا که ایران باشه تعدی کنند و در بیان بگن که مثلا اینجا بایستی تعویض بشه، من کاری به انقلاب به اصطلاح آمریکا که در اون فرانسه نفوذ کرد ندارم. من صحبتم بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم هست. اگر اینها بیان و دست ببرن و تعدی کنند در مستعمره‌ای که به انگلیس و روس تعلق داره، اون وقت انگلیس و روس هم در میان و میگن که مثلا فلان کشور که هنوز زیر نفوذ فرانسه و یا زیر نفوذ بلژیک و غیره است یا بایستی آزاد بشه. این است که اینها منافع همدیگر رو به اصطلاح پشتیبانی میکنن. غیر ممکن است که بیان بگن آقا جون مردم ایران بسیار خوب، ما هر کاری که خواستید میکنیم و دولت رو هم سرنگون میکنیم، در اختیارتون میذاریم. این سرنگونی دولت رو رها میکنند به انگلیس که منافعش بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر ضعفی که به اصطلاح پیدا کرد در اقتصاد غیره افتاد دست آمریکا و روس هم که هنوز سر جاش است. حالا وقتی که این رو نگاه میکنیم، این مشکلی ایجاد میشه برای مردم که خب اگر این بحث هست، پس نقش مثلا چین و غیره چی هست؟ ببینید چین، سرمایه‌ای که در درون چین امروز کار میکنه سرمایه انگلیس و بانک‌های بسیار بزرگ آمریکا و انگلیس است. برای اینکه جنس ارزون و با قیمت بسیار پایین کارگری به دست اینها برسه، که اینها بتونن ارزش اضافه بالاتری رو از تولیدات بردارند، اینها رو محول کردن به مثلا کشور چین یا کشور مثلا هند. حالا وقتی نگاه میکنید میبینید که به اصطلاح در عرض این بویژه در عرض 20-30 سال گذشته، دولت حکومت ایران اگر صادرات چیزی داشته مثلا به وسعت 10 واحد، در عرض این 20-30 سال گذشته این به 27 برابر رسیده. قیمتها اگر قیمت مناسبی بوده، قیمتها هم کاهش پیدا کرده. یعنی در حال حاضر مستعمره این ایران که مستعمره هست به اربابش داره تمام اون مصالح و تمام اون منابع و تمام به اصطلاح بازده مملکت ایران رو به قیمت بسیار ارزونتر تحویل چین میده. چین با به اصطلاح کارگر بسیار ارزون اینها رو آماده و میسازه. سرمایه از انگلیس و آمریکا و غیره آمده، اینها رو تحویل دولت‌های به اصطلاح اروپا و غیره میده. در این وسط
بازنده اصلی هنوز ایران میمونه، چین و انگلیس و روسیه و غیره به خاطر اون مناسبات استعمارگرانه هنوز سر پاشون ایستادن. بقیه همه حرف است. اگر ما این رو درک نکنیم و فکر کنیم که مثلا رژیم ایران رفته یه دونه پهباد به روسیه داده، بنابراین مستقل هست، یا دو تا فحاشی به اسرائیل کرده پس مستقل هست، اینا همه حرف است. اینا به قول ما شیرازی ها یک نوع، ما بهش میگفتیم جی جی بی جی. حتما شما کاکو یادتون هست که این مسئله چه شعبت بازی هست. بله، اون عروسک بازی ها و خیمه شب بازی ها. این مسئله بسیار مهم هست. ببینید وقتی که رضا پهلوی و معصومه قمی بلند میشن میرن اونجا و نماینده کشورهای آلمان و غیره به اینها میگه آقا جون، اون کسی که بایستی بیاد اینجا نماینده های دیگر هستن، نه فقط شما، شما برید سال دیگه با ما بقیه نماینده ها بیایید. معصومه قمی در صحبت های کناری که به اینها کرده میاد بیرون و با خبرنگاری صحبت میکنه و میگه آقا جون، مسئله اینها این هست که اگر این رژیم از کار افتاد، چه رژیمی سر کار میاد که منافع اینها به خطر نیفته؟ ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم. شما که میگید این هم آقای کسرا ناجی بود، اتفاقا اون به این خانم گفت که اینا که نمیتونن زندگیشون رو روی هولد بذارن، اونم شماهایی که برنامه ندارید، شما میخواین چه کار کنید؟ ایشون گفت که اولا من که تصمیم گیرنده نیستم، همه شونه خالی میکنم، بعد دومم اینا که نمیتونن به مردمشون بگن میدونید چیه، ما میخواییم بریم ایران رو آزاد کنیم، به ایرانیا نمیدونم فلان بدیم، به اونم جواب ندادن. اونورم که آقای رضا پهلوی میگه شما از من چه انتظاری داریم، بلندشم برم ایران؟ خب آقای یکی به این بگه اون حقا به اون دیوانگیش اقلا به مردم یه قول ایران اومدن داد، اون آقای فولادوند یه قول ایران اومدن رو داد، اون آقای رضا فاضلی یه قول ایران اومدن رو داد، این همینجوری میچرخه. چقدر خوشحال که چهار نفر میان هی جاوید شاه جاوید شاه، چهار نفر هم میان ما چش میکنن، هیچ برنامه‌ای نداره. این صحبتایی که شما میکنید، من میتونم بگم ببخشید، من یه عمویی داشتم وقتی میخواست بگه خیلی با شما موافقم، میگفت من 100 در 1000 با شما موافقم، عوضی میگفت. حالا من با شما 1000 درصد موافقم، ولی شمایی که به این خوبی همه اینا رو میدونید، من و شمایی که آمدیم رسیدیم به اینجایی که خیلی شما باز قشنگ گفتید، گفت سربی یکی از اونایی که هی میپرسه آقا چه خواهد شد و این ذات بشره، فردا چی میشه؟ احتمالا شما تو زبان انگلیسی و اینا میپرسن then what، بعدن چی میشه؟ خب این یه چیز معمولی انسانه، من میپرسم چی میشه. الان میپرسم که آیا شما، جدی میگم، شما از خودتون از ایران بانان دیگه راضی هستین تو این 5 ماه؟ فکر نمی‌کنید یه کاری رو کم انجام دادید؟ و الا ما کاری به خانم علی نژاد نداریم، کاری به آقای بدبخت. بابا این حامد اسماعیلیون، اون شعر حافظ هست میگه ما از در نمیدونم قضا و قدر اینجا افتادیم، خداییش اون نازنین بنیادی رو شما نگاه کنید، یه دختری که دوستان فکر کنید تو قرن 20 تو آمریکا به یه مادری بگن تو دخترتو باید بدی بره بخوابه با این آقای هنرپیشه، این نازنین بنیادی و مادرش و اون دین ساینتولوژیست فلان این بوده. حالا نگاهش کنید تو برنامه ها میاد، باور کنید من اگر یه چیزی داشتم که مغز اینو میتونستم بخونم، فکر کنم میگه عجب گویی خوردم، اینجا من چه کار میکنم؟ نگاهش کنید با دقت، من دارم اینو از شما میپرسم. ولی این ماجرای فرانسه، من تا چند مدت پیش اصلا به فرانسه نگاه اینجوری نداشتم، حتی فکر میکردم به اینا ظلم شده که آمریکا و اینا مجبور شدن تو جنگ جهانی دوم برن این کار. بعد نگاه میکنم اینا چه موجوده، چه جانور عجیبی، همه فساد دنیا، حالا از اون مغرب و مراکش و اینا رو که بگیریم و بگذاریم، بعد میبینیم همین جنگ جهانی دوم هم زیر سر اینا بوده و الانم باز. آقا 44 سال پیش شما این آقا رو سوار کردی، باغ بهش دادی، آوردی، گذاشتی اونجا، حالا هم دوباره داری برای ما آش می‌پزی. خانم علی نژاد میاد باز وای میسه لایو اینستاگرام 6000 نفر دارن نگاه میکنن. من دارم اینو میگم، شما برای ما از خودتون بگین. ما رضا پهلوی رو منم می‌بینم. ببخشید. بله بفرمایید. از خودم میگم آیه، از خودتون، از برنامه‌ای که با دوستان دارید چی فکر میکنید؟ کدوم یک بله ببینید، شما صحبتی کردید راجع به
مسئله بسیار مهم هست. سین میگه آب رو گلالود میکنه، از آب گلالود ماهی میگیره. من این رو بارها در برنامه شما گفتم و گفتم که اگر ما تمام سازمانهای درون ایران رو با هم متحد کنیم و یکی کنیم، این مستعمرگر نمیاد که صاحب این همه مال و منال امکانات هست. ببینید، من شما توی راه انداختن یک تلویزیون گیریم به خاطر مشکلات مالی. اونها میلیاردها دلار و پوند پشتشون خوابیده، اونا نمیان به همین سادگی راه رو برای من شما باز کنن. بنابراین ما بایستی در تنگنای مسیری که داریم میریم، به هر راهی که به هر طریقی که میتونیم این راه رو پیش بریم. و من این رو باز توضیح میدم. من میدونم سوال شما چی هست. ببینید، 1357 وقتی که خمینی میخواست بیاد سر کار، اتفاقا تنها سازمانی در درون ایران که میگفت خمینی جلاد هست و خمینی عقب مانده هست و خمینی واپس کرده هست، سازمانی بود که من ازش دفاع میکردم. حالا کاری نداریم. چریک های فدایی که همون کسی که الان شما نامش رو میبرید و میگید در آلمان کمک کرده و تظاهرات اینها رو وسیع تر کرده، اینها در مقابل ما میستادن و میگفتن آقا جون شما میگید روز هست، آفتاب هست، ولی خیر ما میگیم شب هست. اگر ما میگفتیم خمینی فلان هست، اینها میگفتن خیر. هر چی ما میگفتیم اینها عکسش میکردن. امروز هم همونه. کسی که چریک بوده و اون زمان حاضر نیست دست از اشتباهاتش برداره و هنوز ادامه همون اشتباهات، و امروز هم وقتی بهش میگیم نباید بری بغل دست کسی که میخواد سواک راه بندازه، که اصلا خصلتاً خانوادتاً نشون داده که منافع مستعمره رو، استعمارگر رو بر منافع ایران در 57 سال، نه 53 سال، 57 سال مقدم بر منافع ایران شمرده، نبایستی بری با اون بنشینی. ولی اینها سازمان‌های سیاسی هستند. آیا اینها ما را از حرکت باز می‌دارند؟ خیر. حرکت ما بنابراین در جنبش ایران بانان به چه ترتیب بوده؟ که علارغم این خرابکاری ها، علارغم این ندانم کاری ها، علارغم این اشتباهات، ما بتونیم قدم خودمون رو برداریم. نکته بسیار مثبت جنبش ایران بانان ریشه داشتن در اقوام درون ایران هست. این اقوام درون ایران به صورت به اصطلاح بخوام حساب بکنیم، مثلا همه در تهران و در شیراز و در شهر ساکن نیستن که بگیم مثلا چون بچه های شیراز و بچه های فانو اومدن بیرون، پس اون اقوام هم باعث توی خیابون پلو اینا با لباس مثلا بختیاری یا لباس قشقایی بیان بیرون. اون هم اومدن. شما وقتی روی نقشه نگاه میگردید، در سر تا سر ایران التهاب بود. منتها بدبختی در این هست که ما داد میزنیم میگیم آقا جون مبارزه، همیشه ما این رو گفتیم. شما همیشه وقتی میگای به اصطلاح اطلاعاتی که من میزنم و پیام هایی که میدم این هست، بزن و دیده نشو، دشمن رو بشناس، بزن و دیده نشو. این تازه برای اولین بار، برای اولین مرتبه که ما داریم وارد فاز دوم به اصطلاح این انقلاب میشیم. یعنی اعتراضات شوری 150 روز رو تموم کردیم و حالا داریم وارد مرحله شعوری این انقلاب میشیم. به نظر ما، حالا شاید شما مخالف باشی، به نظر ما برای اولین مرتبه من شنیدم که یک سازمان دیگری بجز ما اعلام کرد که آقا بایستی بزنی و دیده نشی، باید بزنی و در بری. هر چی ما توضیح بدیم که جوان اومدی بیرون، بسیار خوب حمله میکنی و این به اصطلاح نیروی ضربت رژیم عقب میکشه. این عقب کشیدنش به این دلیل نیست که از دست تو فرار میکنه، این عقب میکشه که از اون حجمی که شما متمرکز بغل دست هم دارید شماها رو باز کنه، بکشه عقب، بین شما فضا ایجاد بکنه، بتونه از بغل بیاد بگیره. و کما این که به قول معروف میگن 20,000 تا، بعضی میگن 50,000 تا، بعضی میگن 70,000 نفر رو اینجوری تومه کرده و گرفته و توی زندان یا هر جایی که انداخته. مبارزه ما به عنوان ایران بان اصلا همچین شیوهی نیست. ما همیشه گفتیم راه ها رو ببند و ایجاد خلل کن. ما گفتیم اون راهی رو که این رژیم داره روز به روز سرمایه های مملکت رو با قیمت بسیار ارزون، حتی خاک ایران رو داره میفروشه، باید از حرکت بندازید. این کاملا متفاوت هست با این شیوهی که شما میگید در عرض 150 روز گذشته اتفاق افتاده. اما علارغم اشتباهاتی که جنبش مردم ایران در 150 روز گذشته انجام داده، دو مسئله رو بسیار محکم نشون داده. مسئله‌ای هست که بسیار هم مورد
به اصطلاح خوشحالی ما هست. یک غیرت و به اصطلاح شور انقلابی هست که نیاز واقعا هست، درش هست. حالا بگذاریم که متاسفانه به علت کمبود شعور سیاسی، یعنی در حقیقت حرکت مناسب سیاسی لطمه خورده، منتها این مسئله رو شروع کرده و این مسئله بسیار مهم است، نشون میده که جوان ایرانی احمق نیست. حالا اومده بیرون و به قول شما فحاشی کرده و نمیدونم فران کرده، خیر، به نظر من بسیار هم موافق هستم که بیان بیرون فحشای از این بدتر هم تحویل رژیم بدن. حالا ما بحثی نداریم، بحث در این است که حالا که شما اومده بیرون و این کار رو کردی، علارغم 150 روز که مبارزه کردی، دشمن تو هنوز داره زنده زنده راه میره، ولی شما 70 هزار تا به اصطلاح زندانی دادی و الان هم به اصطلاح موندی که چه کار کنیم. در فاز دومی که داریم شروع میکنیم مشکل ها در اینه، من این رو بارها هم گفتم، بازم تکرار میکنم، امشب هم گفتم، اگر ما تمام سازمان ها رو هم متحد کنیم، اجنبی میاد و مشابه میزنه و من میخوام امشب این تشابه ها رو برای شما توضیح بدم. و اینی که چجوری جنبش ایران بانان در کنار چند نیروی دیگر در درون ایران فعالانه حرکت کرده و در حقیقت داره راه رو به مسیر درست خودش میکشه و این رو هم باز نشون خواهم داد. در رابطه با اینی که رهبریت اعلام بکنه که وارد ایران بشه یا ایران نشه، ما خودمون حدودا یک سال پیش اعلام کردیم فتح دوباره تهران، لشکر فتح دوباره تهران به اونجا برسه، به اونجا برسه که در حقیقت شعور مردمی به جایی برسه که دشمن رو بشناسن و چجوری بزنن، مطمئن باشید ما هم در صف اول در داخل اینا خواهیم بود. آقای نصاری، اون سازمان دیگه که گفتید مثل شما میگه بزن و در رو، چیه اون اسمش؟ آفرین، یک سازمانی هست به نام حزب ایران آباد. آه، خیلی ممنون. من هم با این عقیده به اصطلاح همراه هستم. من یه چیز دیگه هم که اعتراض دارم، دوستانی که دستگیر میشن میگن ما اعتصاب قضا کنیم، من نمیدونم، اینا مثل نامه سرگشاده است که شما بنویسید به دیکتاتور. من اعتصاب قضا کردم، خب اون میگه چه بهتر، یه نونخور کمتر. بعد داستان این افرادی که 70,000 تا، ببینید، ما قبول کنیم 70,000 نفر رو گرفتن، شما قبول دارید اگه خانواده اینا، ما نمیگیم پدر و مادر و برادر و اینا، یه نفرشون زنده باشه، یه نفر بیاد بیرون، یعنی ما روزانه باید 70,000 نفر رو بتونیم قطع شد تصویر شما. الان درست شد، الان درست شد. بله درست شد. ما باید 70,000 نفر رو بتونیم بسیج کنیم. اینایی هم که دستگیر شدن، حالا از زاهدان گرفته، مثلا شما یه نگاهی بندازید به این بیچاره زاهدانیا، هر هفته دارن میان، هر هفته دارن میان. آقا این چقدر مشکله که یه نفر یه بسیجی بده، ملت بلندشین بیان زاهدان این هفته نیست، به همین سادگی نیست. آخه ببینید، ما دیدیم دیگه، مثلا بهار عربی رو هم دیدیم، بعد اونا تا موقعی که اینترنت کار میکرد، ببخشید، هی فسفس کردن، حالا که اینترنت از کار افتاده میگن ما اینترنت نداریم. و اون آخوندم بلد بود دیگه، الانم داره هی میره اون چیچیه طرح سیانت و فلان اینها، که یعنی آخوند میگه ما اشتباه کردیم به اینا آزادی دادیم. جوکایی هست که میگن وزیر شاه بهش گفت نمیدونم تو سرشون بزن فلان کن، بعد مردم اون پشت یه بادی از خودشون رها میکردن. همه اینا شده الان داستان ما ایرانی ها. یعنی پس فردا اگه اینترنتی به همون بدن که طرف بتونه ساندویچ رو بفروشه، اونم بتونه ساندویچ رو بخره بیاد در خونه، اصلا دیگه صدای مردم در نمیاد، چون طعم اینترنت نداشتن رو چشیدن. در صورت من ساکت میشم. حالا بفهم، ببینید، بنابراین حالا مسئله این است که مسیر بعد ما چی است و اون پدر مادرهایی که بیرون نیومدن علتش بسیار مهم بود و لازمش هم همون بود، برای اینکه اونها نان میخوان بخورن، بچه ها میخوان برگردن خونه نون زندگیشون رو بخورن. این انقلاب فرق میکنه با انقلاب 57 که در حقیقت استعمارگر به درستی کارگردانی کرد و من بارها این مسئله رو گفتم، در این مورد با شما موافق نیستم. خمینی از قبل بهش گفته بودن که آقا مسیر باز هست، مسیر آزاد هست، شاه باید بره، شما باید بیای.
آبروی شاه این رو اگه یادتون باشه اولین باری که من با شما آقا صحبت کردم آقای نیساری چرا با من مخالفی؟ من که بارها میگم خمینی حتی با کندی صحبت کرده بود و اتفاقا میگم شما دوستانم باید یه جایی با یک کسی صحبت کنید. شما نمیتونید بگید اونا رو دیگران آوردن ولی ما میخوایم خودمون بریم. خب میبینید که امکانش نیست. یعنی باور کنید، هیچ شکی من ندارم که ممکنه فردا مریم رجوی بره ایران، هیچ شکی ندارم که حتی رضا پهلوی بره ایران. اگه بره ایران و رادیو تلویزیون ها شروع کنن جشن و آهنگ و عرق فروشی ها باز بشه، شما فکر میکنی کسی میاد اعتراض کنه؟ فعلا این سه ماه میگه بذار بگردیم خوش باشیم، اینترنت باز باشه، اینجوری میشه. این خطر کامل هست، منتها بحث من حالا همینه که ببینید تفاوت ما با بقیه نیروها در همین هست. ما میگیم که مبارزه، اولا تداوم مبارزه و تداوم انقلاب بسیار مهم است و تداوم اعتراض ها بسیار مهم است، ولی به چه صورت باید پیش بریم که این مسئله رو که الان شما دارید ابراز میکنید قابل به اصطلاح اتفاق افتادن نباشه و ما با این مسائلی که در عرض 150 روز پیش دیدیم، من به این اعتقاد دارم که هم استعمارگر هم نیروهای به اصطلاح وطن فروش و خود فروش قابلیت اینی که به سادگی بتونن این کار رو انجام بدن ندارند. ببینید یادتون باشه بعضی ها صحبت میکردن که تلویزیون کوچه کی هست؟ به کی رفت داره؟ ما ثابت کردیم که اینا خود بی‌بی‌سی هستن. حالا اومده کوچه رو به اصطلاح یواش یواش داره کوتاه میکنه، رفته چند تا وبسایت دیگه رو انداخته، چند تا برنامه تلویزیونی دیگه رو میندازه و بنابراین با شما موافق هستیم که بلا شک و بدون شک تلاش اینها همین خواهد بود که کسی مثل رضا پهلوی رو و یا مجاهد رو بیارن، به قول شما اینترنت رو هم باز کنن، بشکن و بنداز راه بندازن، یه خورده آسایش ایجاد بکنن و از دوباره کنترل دستشون. ولی ما هم که آدم هستیم، ما هم که احمق نیستیم و به قول بعضی ها مغز خر که نخوردیم، ما هم حرکتمون رو داریم میکنیم. حالا من میخوام بگم که نتیجه فعالیت ما به اصطلاح در حال حاضر برای تداوم انقلاب چی بوده. اگر یادتون باشه، حالا نمیدونم شما یادتون بیاد یا نه، من دو تا وبسایت دارم، یه دونش همون مال فیسبوکی هست که به اصطلاح مطالب رو میگذارم، یه دونش هم در رابطه با منشور یک پارچگی ایران هست. در این منشور که حدوداً 15 به اصطلاح ماده داره، بسیار ساده در یک برگه A3 مثلا یا A4 این رو من نوشتم و گذاشتم و این رو از سال 95 1995 که میشه حدوداً 5 به علاوه 28 سال پیش من این رو کاملش کردم و نوشتم. ما اونها رو سعی کردیم فشار بیاریم و در حقیقت با آوردن یکم چیزی به جلو سعی کنیم، علارغمی که ما با به اصطلاح منشور سازمان ملل اعتقاد داریم، علارغم اون ما با آوردن یکم چیزی در شعوری کردن این انقلاب سهم داشته باشیم که نیروهایی مثل به اصطلاح رضا پهلوی و مجاهدین ها نتونن سرکار بیان. و این منشوری که من کپیش رو برای شما فرستادم، دو تا منشور در حال حاضر در اومده. یکم منشوری که سنفی هست به اصطلاح و اونی هست که ما به اصطلاح دفاع میکنیم ازش و رو اون فیسبوک اگر نگاه کنید آرم سازمان های گوناگون، سازمان های سنفی گوناگون، حالا جامعه معلمین هست یا کارگران افتقه هست و یا کسای دیگری اونجا هست، آرمش اونجا هست که کیا هستن کیا نیستن. 12 ماده رو آورده، یک مادهش که اکثر این ماده ها کپی همون به اصطلاح منشور جنبش ایرانبانان هست. وقتی که ما مدت همش هم زیرش تاریخ داره، من بارها اینها رو پخش کردم، کسی نمیتونه بیاد بگه ما الانی که اینها اینو پخش کردن حالا اومدیم از روش کپی زدیم، غیر ممکن است. این است که وقتی برید نگاه میکنید، مثلا یکی از اون موادش این هست که وظیفه دولت نوین این هست که تمام دارایی ها رو که رژیم پیشین و این رژیم، نه فقط این رژیم، رژیم پیشین و این رژیم برداشته و برده، اینها رو بایستی پیدا کنن و به ایران برگردونن، اونها رو هم مورد به اصطلاح هر دادگاه و غیر اینها قرار بده. ما بقیه هم چیزهایی هست که واقعا باز برمیگرده به همون منشور. اینا مسائل بسیار مهم و کلیدی است. اگر ما این رو بین مردم جا بندازیم که داریم جا میندازیم
و 20 سازمان صنفی اینها رو امضا کردن و قبول کردن، همون جور که گفتم در کنار همین استعمارگر اومده از دوباره ادعا کرده که یک منشور زده. حالا اون منشور چیه؟ اون منشور مثلا سازمان‌های بسیار واهی، دو تا سازمان در درون شناخته شده است، یکی کماله است و یک سازمان دیگری، ولی مابقی سازمان‌هایی است که تا به حال شما اسم اینها رو نشنیدید. وقتی وارد اون ماده منشور اینها میشید میگه که آقا جون جامعه ایران یک جامعه چند ملتی هست و به اصطلاح بایستی هر ملتی به منافع خودش رو داشته باشه. در حقیقت این تجزیه کردستان ملت کردستان، قشقایی ملت قشقایی، اینا همچین چیزی ما نداریم. در صورتی که در منشور ما میگه یک ملت یک وطن، اینا تفاوت‌های فاحش است. وقتی ما بتونیم اینا رو بشید، شما خودمختاری و فدرالیسم رو هم تجزیه میدونید یا نه با اون مشکلی نداره؟ ببینید بحث ما بسیار جالب است. ما میگیم هر فرد یک رأی و هر منطقه‌ای که شما در این زندگی میکنید نماینده ها بایستی از همون منطقه باشن، اسمش رو شما هر چی میخوای بزن. اینجوری نیست که بگیم آقا جون مثلا کردستان بره خودمختار بشه، هر کاری که میخواد با هر کشور خارجی بره مثلا قرارداد بنویسه، همچین چیزی نیست. یعنی مثلا خودمختاری یا اون شکلی که آلمان داره، مثلا آلمان فدرال، اینجوری با اون مشکل دارید کلن؟ بله مشکل. بذارید من یه چیزی راجع به منشور بگم. این چیزی که شما میگید، من گواهی میدم که شما خیلی قبلنا این منشور رو نوشته بودید که من فکر میکردم شما منظورتون قانون اساسی و اینها هست. حالا یه سوالی کنید، منشور فکر کنم به انگلیسی میشه پریزم اگه اشتباه نکنم، حالا میگی منشور، چه کلمه دیگه ای رو میتونید برای منی که وارد نیستم توضیح بدید؟ منشور یعنی چی؟ عهدنامه است؟ اساسنامه است؟ چیه؟ ببینید منشوری که شما به عنوان پریزم استفاده میکنید اون منشوری هست که در فیزیک استفاده میشه و ربطی به این نداره که رنگ نور بهش میخوره و تابه های مختلفی و از خودش اشعه مختلف و رنگ ولی مختلف. نه ما اینجا نشریه داشتیم به نام واشنگتن پریزم، یعنی میمد بله آقای بابک یکتافر، اونم رفتی به این منشور نداره. این منشور در مثلا قانون غرب بهش میگیم بیل آف رایتس. آها فهمیدم، ممنونم. آها ببینیم مثلا خانم شیوا محبوبی برای من فرستاده بود، من از ایشون سوال کردم خب این یه عکسه، همون چیزی که شما گفتید عکس یه مش سازمانی اونجا بود که خیلی هاشون هم ناآشنا و خب که چی. بعد حتی از یکی دو تا دوست دیگه هم پرسیدم که یک کسی این منشور رو داره که به ما توضیح بده، همون بیل آف رایت. بیل آف رایت مثلا آمریکا هم بیل آف رایت داره، خیلی ساده است، خیلی کوتاهه. بله. ولی شما هر وقت اونو میخونی به خودت امیدوار میشی. بله. درست دقیقاً. بیل آف رایت منشور جنبش ایران بانان در حقیقت همون بیل آف رایت هست. یعنی میگه آقا جون حقوق برابر زن و مرد بدون قید و شرط. حالا هر کسی اومد در آینده ایران وقتی میخوان بیان قانون اساسی بنویسن، وقتی میخوان مجلس رو چیز کنن، اگر در قانونی که میگذاره لطمه به این برابری زن و مرد بخوره، این بر علیه بیل آف رایتس هست. اینا مسائل بسیار ریشه‌ای هست. آقا هر کسی که اومده در سیستم‌های گذاشته از مملکت دزدی کرده در برابر قانون بایستی بایسته، ظلم کرده، آدم کشت فلان کرده، اینجوری نیست که بگیم آقا جون برو دنبال کارت، ما فعلا فقط به این میرسیم. آموزش رایگان از زمانی که آماده هستی تا آخرین در مدارج تحصیلی اینها بیل آف رایتس هست. نمیتونی بیای بگی جون متاسفانه معذرت میخوام در تهران میتونم به مدرسه ایجاد کنم و مثلا خوراک روزانه بهش بدم، ولی در سیستان و بلوچستان نمیتونم. البته اونم یه اشکال ایجاد کرده، الان تو آلمان خیلی ها سر کار نمیرن، هی میرن مدرسه، زگهواره تا گور دانش به جوش شده. اشکالی نداره. به نظر من بهتره که تا دیپلم، یعنی بر اساس نیاز جامعه، یه زمانی مثلا تا ششم ابتدایی، یه زمانی تا نهم، یه زمانی تا دیپلم، یه زمانی اگه دیدن، چون میدونید آمریکا هم به بنبست خورده الان، همه رو فرستادن دانشگاه. ایران هم که دیگه از همه جا بدتر، هی این دانشگاه‌های آزادی که رفسنجانی ملعون راه انداخت،
رفتن همه رو فرستادن، انتظارات رفت بالا، جوونا حالا همشون لیسانس و ارشد و فوق ارشد و نمیدونم کارشناس گرفتن، نشستن بر دل ننشون. ولی توی مسئله آموزش شاید بسیار مسئله مهمی هست و هر چه درصد دانشگاه رفته ها بیشتر باشه شدت رشد ما بیشتر خواهد بود. ما بایستی در اون مسئله برگردیم به رابطه. من با شما اختلاف دارم توی این مسئله. من با شما اختلاف دارم. رایت این هست، حالا ما کاری نداریم، ولی بایستی قضا رو بداشته باشه. پدر مادر نباید نگران باشه که برای بچهش نمیتونه کتاب بخره، نمیتونه کیف بخره، نمیتونه بهش کفش بده، نمیتونه مرز. باید اینا باشه. بیل آف رایت 12-15 ماده است. بسیار ساده. قانون اساسی بایستی از این پیروی کنه. نمیتونه مثلا جدایی دین از مذهب رو. اینو لطف کنید وبسایتتون آقای نیساری، لطف کنید اون وبسایتی که این منشور داخلش هست یا بیل آف رایت داخلش هست اینو بگید که من اینجا بنویسم دوستان یا نشون بدم. چون من صفحه فیسبوک یا امروز بعد از برنامه لطف کنید تو صفحه فیسبوک خودتون اون بالا یه لینک بذارید. من خودم یه زمانی 12 تا صفحه فیسبوک داشتم، به این نتیجه رسیدم اشتباهه. چون مثل این میمونه که شما به من بگی من میخوام فردا بیام خونت چلو کبابم بخرم بیام، من 12 تا آدرس به شما بدم، شما تا بخوای این چلو کباب رو بیاری بدی به من سرد شده، اصلا فایده نداره. به نظر من سعی کنید اینا رو کانسولیدیت میگن دیگه، یکیش کنید. جدی؟ اینو میخوام از دوباره بگم که چرا. ببینید همون جوری که گفتم بارها در برنامه خود شما گفتم، امروز هم گفتم، استعمارگر به محض اینکه ما این کارا رو بکنیم کپی میزنیم. بنابراین ما اونا رو کنار میگذاریم، پخشم کردیم، مردم هم دیدن، از قبل هم ریشه شده. امروز نمیتونه بیاد به همین سادگی کپی بزنه. اگر من اون رو میآوردم این تو، یک دفعه میدیدید همین رضا پالونی، بعدن توضیح هم میدم که چرا. شما اگر یادتون باشه همیشه من میگم تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود. آقای رضا پالونی همیشه میگفت آخوندی شغل محترمی هست و اگر قرار هست که اسلام شکست بخوره بهتر از این رژیم بمونه. اصلا نگران بود، میگم من نگرانی اینه که اسلام و اینا از بین برن. ولی در عرض این 550 روز گذشته یک دفعه همون طرفدارای اونها در مدن میگن که بله تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود. جناب شما تا دیروز ازمنن اینا فرده که سرکار بیان باز همون آخوند بازده شروع میشه. منظورم اینه که میان کپی میزنن. حالا ما کار نداریم، سیاست ما این بود. اینجا منو قانع کردی، قبول دارم. شما میگید همه تخم مرغ رو توی بسکت بذاریم، اون بسکت رو میدازن و همه چی رفته چند جا این قبول کرد. حالا برگردیم بر سر این کپی که الان از این منشور زده. اون سازمان ها مجهول هم، اصلا بعضی از اسامی هرگز موجود نبوده و ضمناً میخوان مسئله تجزیه ایران رو پیش بکشن، این هم تو دهنی میخورن و واقعا مردم ایران رو به همچین چیزی تن در نمیدن. ولی ما میرسیم بر سر این که آقای نیساری عزیز، کاکو جون، شما هی تکیه میکنید میگید مردم ایران تن در نمیدن. آقا مردم وقتی اتفاق میفته در مقابل اتفاق انجام شده قرار میگیرن، چی کار میتونن بکنن؟ آقا فردا صبح ببینید، فردا صبح بیدار شدن. تلاشمون این است که تلاش ما در حقیقت این است که به اونجا نرسید. اینو قبول دارم آره، ولی با قاطعیت اونو نگید. یعنی این نگرانیه رو میدونید مثل چی میمونه؟ نمیخوام من به شما بگم وقتی رانندگی میکنی همش فکر کن ترمزت داره خراب میشه، چون اونجوری اصلا دیگه زندگی آدم خراب میشه. ولی بگیریم که اگر پا زدیم ترمز نبود، چجوری با دنده، چجوری با ترمز دستی ماشین رو نگه داریم، چجوری حتی با رفتن توی جاده خاکی ماشین رو نگه داریم. هی ملت میگن که ملت اجازه نمیدن، ملت بدبخت ایران به عنوان طراح به اصطلاح جلو روی. ما فکر همه این کارها رو کردیم منها یک چیز و اون یک چیز هم از عهده ما خارج هست در حال حاضر. این هست که ما قابلیت مالی استعمارگر رو نداریم. شما خودتون میبینید علی‌رغم این که 8 میلیون ایرانی خارج از کشور هست، حاضر نیستن نفری مثلا ماهی حتی یک دلار زمین بگذارن که بشه 8 میلیون دلار. میدونید چه کار میشه کرد با این پول؟
دقیقا بله. حالا بریم بر سر اصل مطلب، اینی که ما در حال حاضر سیاست ادامه سیاست ما چی هست؟ یکی این هست که اعتراضات باید اینها رو شقه کنیم و حواسمون باشه که اینها رو با همدیگه قاطی نکنیم. اول اینی که اعتراض عمومی مردم رو در درون خیابون با درگیری با رژیم، اینا دوتا چیز متفاوت هست. یعنی مردم میتونن بیان در خیابون یا در خونه هاشون یا کرج از اعتراضاشون ابراز کنن که نشون بدن آقا عمق اعتراض ها نخابیده، برابر این مسئله بسیار مهم هست، ولی خودشون رو نبایستی برن معرفی کنن که رژیم بیا ما رو بردار ببر یه تیرم بزن و بکشه غیره، بایستی بسیار سنجیده حرکت کرد. ولی مبارزه ویژه در کنار این و اون انداختن دشمن هست، یعنی آخوند نبایستی زنده در خیابون راه بره، بسیجی و پاسداری که مشخص میشه و پیدا میشه که کی هست نبایستی بتونه زنده راه بره. و این شوخی نیست، شما انقلاب نمیتونی در یک مملکت انقلاب کنی. حالا یکی در میگه آقا جون شما کنار نشستی میگه بیا لنگش کن، خیر ما کنار نشستیم بگیم بیا لنگش کن، مطمئن باش که این کار رو کردیم و میکنیم و ادامه هم میدیم. مبارزه جنگ هست، مبارزه و انقلاب در درون یک کشور مثل این هست که بگی آقا جون من دارم در مقابل نیروی عراق ایستادم و به سرباز عراقی میگم آقا جون بیا اول یه دست به هم بدیم و سلام علیکی بکنیم، بعد گلوله رو به طرف هم شلیک کنیم. خیر، به محضی که سرش بلند کرد میزنیش. اینجا هم همینه. قسمت دومش مبارزه ویژه باید بزنی و دیده نشی و همون جور که اونها مملکت رو ناام کردن بایستی مملکت رو بر اونها ناام کنی و در کنار اون بایستی تمام راههایی رو ببینید. خیلی ساده است، طرف در رژیم داره کار میکنه، اقتصاددان رژیم هست، داره از آیت الله به اصطلاح خامنه‌ای درخواست میکنه که آقا شما در عرض 30 سال گذشته که مقدار مصالح و مقدار منابعی رو که داری از ایران خارج میکنی با قیمت ارزون 27 برابر کردی، این یعنی بنزین مجانی، نمیدونم استهلاک مجانی تریلرهای ایرانی رو روی دست مردم گذاشتی، جنس رو هم ارزونتر فروختی، بعد همون چرخ و تایر و فلان اینا رو با قیمت گرونتر داره به ایرانی میفروشی، یعنی غارت. و این احمق اقتصاددان ما نمیدونه که آقا داره با نماینده اجنبی صحبت میکنه، بعد از این اجنبی، نماینده اجنبی که خامنه‌ای و دولت جمهوری اسلامی باشه، درخواست میکنه که آقا جون تجدید نظر کنید در این حرکتتون. نیست همچین چیزی. ما بایستی ورود مرو، من میدونم شما یه بار صحبت شد که آقا این راننده تریلر نمیدونم بیچاره اونم نون میخواد و کلان اینها، آقا دارن مملکتت رو میبرن، دارن روز به روز خالی میکنن، غیر ممکن، نبایستی، باید جلو اینها رو بگیری، باید بنابراین نیروی ضربتی و در این حال اقوام و به اصطلاح کسانی که خارج و در راه های ترانزیتی هستن نقش نفوذی رو دارن و این نقش نفوذی رو ما در 5 ماه گذشته به درستی انجام دادیم. به درستی آقای نیساری، اگر یه دوستی به حرفای من و شما گوش داده باشه، مثل آقای اکبری دوست همشهری عزیزمون نوشتن، من ایشون از آلمان نوشته من با تمام حرفای آقای نیساری موافقم، بذارید درست نقل قول کنم اشتباه نشده باشه، ایشون نوشته که حرفای آقای نیساری کاملا درست و قابل قبول است. من حالا میخوام بگم که امروز یه بیننده جدیدی به ما پیوست، هم من براش جدیدم هم شما، ولی این سازمانی که شما گفتید ایران بان و اون سازمان دیگه‌ای که گفتید و اینها رو دوست داشت، با چی کار کنن؟ بیان صفحه شما رو ببینن، برن حرفای، چون من حرفای آقای آبتین رو گوش میدم، اولا اونم مثل قدیمای من پیله میکنه به یه نفر، فوش و دعوا میشه و هیچ نتیجه نمیشه. به اینجا میرسه که آقای آبتین و ایلش خیلی شجاع هستن، تمام ایلای دیگه یا خودفروش بودن یا ترسو هستن و من برنامه ای نمیبینم. شما برنامه‌تون چیه؟ مثلا بله اتفاقا آقای آبتین آقای آبتین تیز به اصطلاح قسمت خیلی تیز شمشیر و قمر رو روی گردن خود قوم لور گذاشته و به اونها میگه که شماها در کار کمکاری کردید و کمبود دارید و نبایستی، خود من حتی در رابطه با قشقایی‌ها برخورد سنگین میکنم در داخل ایران، بنابراین
نه همچین چیزی نیست. منتها ببینید حرکت ما از اونجایی که در درون ایران هست و در ارتباط مستقیم با اقوام هست، حالا به خصوص در منطقه لورها ما عرب ها رو داریم، قشقایی ها رو داریم، کرد ها رو داریم حتی. و باسری ها چی هستن آقای نیساری؟ باسری ها چی هستن؟ والا باسری ها اونها هم فکر کنم قسمتی از اوائلش، قسمتی از ایل خمسه بودن بله، مردشت و سعادت آباد اینا. مادر من از اونا جالبی در رابطه با باسری ها براتون بگم و این ایل خمسه رو آوردن بیاندازن به جون قشقایی ها از ترسی که کنترل منطقه جنوب از دستشون در بره. بعد درگیری با انگلیسی ها که به اصطلاح پیش اومد، اینها هم به صفوف قشقایی ها پیوستن و در کنار دیگر قشقایی ها آقای نیساری ببخشید من اینو میگم، شما فکر نمی کنید یکی از بدبختی های ما، حالا درس و دیپلم و فوق لیسانس و اینا مجانی بکنید، یکی از بدبختی های ما ندونستن تاریخه. مثلا یکی نمیدونه که رئیس علی کی کشتش، از خود چیز بوده، اینایی که هر شب شبیخون میزدن پدر انگلیسی ها رو در آورده بودن، خود مامور انگلیسی وقتی میخواد از اونجا بره اشک تو چشاش جمع میشه، میگه یه بچه اومد نگاه کرد به من و گفت من رئیس علی میشم. یعنی خیانت های، یعنی حق داره آقای آبتین بعض وقتا وای میسه فوش میده و اینا. فکر میکنید اینا رو به ما نگفتن، کسی توضیح نداده؟ من همیشه گفتم، یه معلمی داشتم آقای حکیمیان، من اگر تاریخ، آقای حکیم الهی ببخشید، اگر تاریخ و جغرافی یه مقداری یاد گرفتم به خاطر اون دو سه سالی بود که توی دبیرستان عملی کلاس هفتم هشتم نهم یه معلمی به این والا مقامی و با اون چی میگن down to earth خاکی بودن میمد سر کلاس به ما یاد میداد پولتون رو حروم نکنید، نمیدونم کشمش بخرید، اینجوری اینجوری، ولی تاریخ رو یه جوری برای ما میگفت که ما انگار اونجور. فکر نمیکنید ندونستن تاریخ هست که ما رو اینجوری بدبخت کرده و ذلیل زمینگیر کرده؟ و یک کسی مثل شماها که مطالعه کردید وارد هستین، باید یه مقداری اینا رو هم بیاین به ما درس بدین چطور شد که مثلا انگلستان با اون انگلستانیش یه دفعه از یه ایل اینجوری تو بوشهر بودن، تنگستان اینا بودن. بله درست کردن دلیران تنگستان، ولی خب اونا هم تو فکر منفعت خودشون بودن. اونو باید چه کار کرد؟ مردم رو چجوری آگاه کنیم؟ ببین بسیار جالبه، ببینید این خیلی مسئله مهمی هست، چون ما هر وقت با این پالونی ها در میافتیم و یا کسانی که مخالف اقوام هستن، اینا در میان میگن که آقا جون شما یک مش یاغی و یک مش اختشاشگر بودید، برای همین رضا گماشته اومد شما رو شکست داد. ببینید رژیم فعلی به تمام جوان هایی که در داخل ایران اومدن از خودشون مایه گذاشتن و جنگیدن گفت اختشاشگر. این بزرگترین درس و کمک هست به اقوام ایرانی که بگیم آقا جون شما همونقدر، ما همونقدر یاقی و اختشاشگر بودیم که شما امروز اختشاشگرید. خیلی مهم اینها. نکته خوبی رو گفتید شما. بله. و 57 سال حکومت اینها تاریخ رو اصلا برگردون. تاریخ همیشه میگن به دست فاتح نوشته میشه و فاتح ایران ما نبودیم متاسفانه. فاتح ایران انگلیس بود و روس، و بنابراین تاریخ رو اومدن نوشتن و دادن دست نوکرشون که پالونی باشه. یکی از بحثایی که من همیشه پیش کشیدم، آقای سوربی نمیدونم شما خوندید و یا نه، این هست من رضا گماشته رو به عنوان یک قلدر بزدل نام میبرم و همواره گفتم که ایشون در مقابل مشروطه ایستاده. هر کی مخالف من هست بیاد نشون بده که ایشون از زمان به توپ بستن مجلس که خودش جزئی بوده و مجلس رو به توپ بسته، در به اصطلاح و در به مجاهدین تبریز از پشت مسلسل میکشیده، بیان نشون بدن که خیر ایشون برای مشروطه منهای به اصطلاح اون دزدی که کرده و اومده کودتا به دروازه انگلیسی انجام داده، نشون بدن آقا جون ایشون چطور هست که ما ستارخان و باقرخان و سردار اسعد و سولت الدوله ها رو داریم و از ایشون در هیچ کدوم اینها خبری نیست. بله. اون که هیچ حرفی توش نیست. من به دوستان توی این حزب مشروط خواه و اینها، حتی با اون آقای همایون، داریوش همایون گفته بودم، به این آقای پاشایی گفته بودم، گفته بودم شما خودتونو ببخشید به نادانی میزنید، چون شما
باید بیاین بگین دو نفری که قانون مشروطه رو زیر پا گذاشتن و به یه نوعی کردنش مشروعه، همین دو تا پهلوی بودن و اینا بودن که به جایی که سلطنت کنن حکومت کردن، ایران رو به این روز انداختن و اونا بودن که دو دستی کشور رو دادن دست آخونده و رفتن. اجازه بدید من از شما تشکر کنم، ولی ازتون یه قول بگیرم ما با هم بیشتر چیز کنیم. من الان بهتون گفتم دوستانی هم هستن حاضر شدن حمایت کنن، یکم برنامه ها رو اگه بشه جوندارتر بیشتر را بندازیم. من قبل از که یادم برای سوالی از این دوست گرامیمون همشهریمون آقای اکبری تشکر و سپاسگزاری میکنم به خاطر پشتیبانیش. خیلی ممنونم. و شما من فیسبوکتون رو نشون دادم، اگه لطف کنید تو این صفحه که من نشون دادم الانم باز نشون میدم، اجازه بدین همین آقای فرزاد نیساری دوستان، و اگر ببینید نوشته ایرانی بیدار باش، پیش از قبول هر اتحادی باید دوست و دشمن را بشناسیم، آزادی و استقلال ایران در گرو مردم سالاری و مردم شاهی ایرانیان است. دوستان این کلمه مردم شاهی رو روش تکیه کنید. وقتی یه نادانی میره جلوی اون تخت جمشید وای میسه میگه منم شاه شاهان، یه نفر پیدا نشد ازش سوال کنه شاهان تو کو؟ بله. تو که شاه شاهان هستی، شاهان تو کو که بعدن حالا بعد از 40 سال اینا وایسادن میگن که منظورش این بود که هر ایرانی یک شاهه. نه خیر، اون شاهان رو از بین برد. این اقوامی که از لور و بختیاری و قشقایی و نمیدونم باسری و هر کدومی از اینا رو که بگیری بلوچه، اینا از بین برد، شد یه شاه تنها. ایشون نوکر انگلیس بود و حتی به انگلیس هم میخواست خیانت کنه، شد نوکر آمریکا و آمریکا ذاتش اینه. شما آمریکا نگاه کنید ببینید، از اون پاناما، از عراق، از اینا هر کی نگاه کنید باهاش یه مدت هست، بعدن یه تیپا مثل دستمال کاغذی استفاده شده میذارید بیرون. من به شما پیشنهاد میکنم و دوستانتون، اگر دیدید این پیشنهاد که من میکنم خوبه، یه مقداری سعی کنید روزی 5 دقیقه 10 دقیقه تاریخ و اونجوری که شماها پدرتون مادرتون اقوام توضیح دادن، نه اونجوری که فاتحان نوشتن. حالا این احمقا که فاتحان هم که نه، میدن یه پولی مثل اون آقای شجاع‌الدین شفا و دیگران میان میدیسن افرادی که خیانت کردن، تاریخ 10,000 ساله ایران رو برداشتن کردن تاریخ 2,500 ساله که این دوستان یهودی پیشنهاد کردن و چه بلایی همین دوستان یهودی. حالا بعضی ها میگن نه اونا صهیونیست بودن. اوکی آقا صهیونیست بودن، همون دوستان بله. شما چرا قبول کردید؟ بله، همونا به سر شاه آوردن و دیدیم که چه ها کردن. حتی وقتی شاه رو ازشون خواست که خمینی رو از بین ببرن، اونا بودن که خمینی رو از بین نبردن. آقای نیساری خیلی خوشحال شدم دیدمتون، بازم امیدوارم با شما بیشتر باشیم. امروز بعد از 2-3 هفته من برنامه داشتم و اینجا هم مشکلات هست، وقتی برنامه رو روتین نداشته باشی سخت‌تر میشه، اجراش سخت‌تر میشه، وقت گذاشتن سخت‌تر میشه، دوستان رو بعد از اون برم. لطف این خانم بیه جیلانی نصیب ما شده بود، ما رو بلاک کردن. 2-3 روز دیگه آزاد میشیم. امیدوارم این بار که میایم خیلی پرقدرت و همراه دوستامون، همون چیزی که شما اینجا نوشتی، مردم شاهی ایرانیان، سنگ محک درستی و نادرستی مبارزین و دادخواهان ایران، پایه منشور یک پارچه شدن ایران است. این منشور اینا رو هم بیشتر برای دوستان توضیح بدیم و حتی یه لینکی باشه یه جا که هر کی میخواد اون لینک بزنه، اون صفحه یا اون عکس باز بشه. من بازم از شما تشکر میکنم. ساکت میشم من، اگه شما صحبت دارین بفرمایید. اول بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. برای همه مردم ایران بهترین آرزوها رو دارم. این انقلاب تداوم پیدا میکنه و خامنه ای و به اصطلاح دجال هایی که کنارش نشستن اینها خواهند رفت. فقط حواسمون بایستی باشه که از دوباره کلاه بزرگی سر ما نره. هر جا که نام رضا پهلوی پیش بیاد، هر جا که نام معصومه قمی پیش بیاد، هر جا که این دو و یا سازمان‌هایی مانند مهستان، حزب توده و چریکای فدایی اکثریت سر کله‌شون پیدا شد، مطمئن باشید که اونها زیر کاسه‌شون نیم کاسه هست. و حواستون باشه، من بخواستم این نیست که بیاید هر چی که من گفتم بپذیرید، بلکه اگر چیزی رو اونها گفتند مطمئن باشید که نیت خیری پشتش نیست
برید تحقیق کنید قبل از اینکه بپذیرید. آقا یه سوالی دیگه، نظرتون درباره این علامتی که اینها دادن دستشون رو اینجوری مثل فاشیستا نگه داشتن و اون پرچم و این ماجرا چیه؟ اونا رو شما چقدر میدونید؟ بله بله، یکم چین چیز رو من شنیدم. ما هیچ وقت با فاشیزم به هر رنگ روی که بیاد موافق نیستیم و بنابراین پشتیبانی نمی کنیم، مسلما پشتیبانی نمی کنیم. ببینید فاشیست وقتی اومد یعنی میخواد یک قوم رو، حالا ما کاری نداریم، یک قوم رو بر علیه دیگران به اصطلاح سوار کنه و همچین چیزی اصلا در کشور رنگین کمانی مثل ایران که همه اقوام بایستی از حقوق برابر برخوردار باشن قابل قبول نیست. ممنونم، شما صحبت از رنگین کمان کردین. من دیروز شنیدم که ناسا اون اسم کیان رو به اصطلاح بهش مثلا یک کردنشال دادن، یه چیز دادن. جا داره تشکر کنیم حتی اگه یه کسی یه هشتگی چیزی را بندازه. خیلی ممنون آقای نیسانی، خوشحال شدم کاکو جون دیدم. سپاسگزارم، زنده و پیروز. مواظب خودتون باشید، به امید دیدم. مخلصم. مرسی عزیزم. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیسانی بودیم. خیلی ساده همون اسم ایشون رو روی فیسبوک بنویسید، به اصطلاح میتونید باشون در تماس باشید و اگرم صحبتی سوالی دارید باشون در میون بذارید تا در برنامه های آینده با هم بیشتر صحبت کنید. و اما پیام ها اینجا نوشتم در پوشه لایو، گفتم اون دوست کردستانیمون ممنون و متشکرم. اگر این دوستان از خر شیطون بیان پایین پیام بذارید و دوستان تو رو به هر کی میپرستید، به فامیلتون، به این و اون زنگ نزنید، بگید به من زنگ بزن، بگید چه کارش داشتید. زنگ زدم آقا نزدیک خونتون بودم، بیام اونجا، حالا دیگه دارم میرم خونه، به من یه زنگی بزن. خب اون که زنگ میزنه شما چی میگی؟ همینو میخوای بگی؟ خب همون اول بگو. من مثلا حالا زنگ میزنم به آقای اکبری، آقای اکبری امیدوارم حالت خوب شده باشه و من دفعه قبل که اومدم برلین اون موقع شما رو نمیشناختم، این بار اگه بیام برلین اگه 300 دلارم بلیتمو بیشتر پول بدم وای میسم تا ببینمه. خب بابا تموم شد رفت، حالا این هر جا باشه وقتی میاد خونه این پیامو میگیره. آقای اکبری سوربی هستم، یه زنگ من بزن. نمیدونه کجا هست سوربی، آلمانه، اومده آمریکا هست، اومده آلمان شد. نکنید این کارو دوست گرامی، زنگ بزنید یه موضوعی رو که به نظرتون میرسه همون موقع 3 دقیقه راجع بهش صحبت کنید. 3 دقیقه کمه، دوباره زنگ بزنید ولی تکرار مکررات نکنید، دنباله اون 3 دقیقه رو بگید. بریم یه دو تا پیام گوش کنیم. امید یه چیزایی گفته، من میخوام در موردش صحبت کنم چون حقیقتش میدونم که به نظر میاد آدم جوونیه و خیلی خلوص نیت داره، ولی بعضی وقتا وقتی آدم ها با خلوص نیت صحبت میکنن توش یه جورایی اون طرف مقابل که گوش میده بهش بر میخوره. گوش کنید. مثلا سلام عرض کردم جناب سوربی، روز بخیر باشه. من البته چند بار با اون شماره قبلی تماس گرفتم، امید بودم به تورنتو. من تماس گرفتم، یه خانمی یک شماره دیگه داد به من. خیلی ماجرا مال قبل باز ما یه دفعه البته محبت کرده بودی با من تماس گرفتی، من شرمنده نتونستم تنظیم با صحبت کنم. من بازم از موقعات اون روز معذرت میخوام. از اینو جدا میگم، ما وقتشو اگه اجازه بدین تو قسمت بعد حالا یکم صدا کم و زیاد میشه، شاید تو راه هستی و اینها و شاید هم اصلا نمیخواستی من این پیامو پخش کنم، پخش نمی کنم. ولی صحبتایی که امید کرده من متوجه نشدم. شما به من پیشنهاد میکنید که بیام چیکار کنم، مثلا پرچمو بگیرم دست من برم جلو. دوست عزیز من یه آدم 66 ساله‌ای 20 سال پیش وقتی که من اومدم حقایق رو راجع به رضا پهلوی گفتم، اون موقع داور زنده بود، به من گفت خب آقا تو که به این میگی اینجوری خودت بیا جلو. گفتم مگه این الان جلوه که ما بگیم آقا این درست نیست من میام؟ بعدم من برای این نه کلاس رفتم نه درسشو خوندم، نه بابام 57 سال پول مردم خورده و رفته، نه بابام 62 میلیون به هم پول داده، من چرا بیام؟ بذارید کسایی که میخوان، دوستان هی به اون نگید شما بیا، شما چرا نمیاد، بذارید اونایی که میان
ولی پدرشون رو در بیارید از سؤال کردن. بعد شما به من میگید که من فکر نمیکنم که آخوندها هم مشکلی داشته باشن. من اصلا نفهمیدم یعنی چی بریم با آخوندها صحبت کنیم. من هر روز اینجا اعتراض میکنم، میگم اینایی که نامه سرگشاده و ترگشاده مینویسن به آخوند، اینایی که خودشون اینجوری ساده میندازن دست آخوند، آدمای ساده لوی هستن. و شما به من میگی من همین کار انجام بدم؟ یعنی واقعا اینجا من نوشتم مشنگ، من امضا که میکنم برای داداشم وقتی یه چیزی مینویسم، مینویسم زیرش مشنگ، چون مشنگ بودن خوبه. میتونید هر ایرادی رو بندازید این که آقا من مشنگم، من نمیفهمم. اگه خود من بیام بگم آقا برنامه من یه چی میگن حرف مفته، دیگه هیچکی نمیتونه بگه آقا این چرا حرف مفت میزنه. من آقا حرف مفت میزنم، تو اگه گوش مفت داری گوش کن، اگه نداری برو دنبال کن. در هر صورت امید جان متوجه نشدم چی شدی. اون موقع هم که میگی من پیام گذاشتم و اینها، یادمه مثل که شما میمدی آمریکا و میرفتی و اینها، نقل کامیون و اینها بود. بعد از طرفی آقا حمایت کن دیگه، شمایی که ماشاءالله پول در میاری اینجوری. الان هم که بعضی کامیون ها خیلی خوبه، میگه کامیون راننده 150,000 دلار. یه دوستی داریم جوان ایرانیه، یه دفعه نوشته بود راننده کامیون 1,000,000 دلار میسازه. البته بعد خودش زیرش توضیح داده، از این تایتل هایی بود که اینجوری مینویسن تا طرف تحریک بشه روش کلیک کنه، بعد که میری میبینی هیچ خبری نیست. یک ایمیل یه دوستی برای من فرستاد، یه خانمی نوشته بود که آمریکا جهنم مهاجرینه. یه خانم کرمانشاهی کرد، خیلی هم سخنگوی قوی هست، برنامه گذار، گویا 5 سال یونان بوده، بعد لاتاری برنده شده اومده اینجا و اینها. من هرچی ویدیو رو نگاه کردم دیدم این خانم داره فقط تعریف از آمریکا میکنه، ولی تیترش رو اونجوری گذاشته بود. اینم متاسفانه اینه که من برنامه میذارم بعد از 2 هفته 400 تام نمیبینن، ولی اون خانم برنامه میذاره توی 1 ساعت 1500 نفر میان میبینن، 10 روز دیگه میشه 20,000 نفر. برای که دروغ مینویسن. و شما هر چی هم به خودت زور بزنی که این دروغه، فشار میدی کلیک میکنی میری. ولی یادتون باشه مثل من، اگه رفتید شما هم یه نیش بهشون بزنی، اگه دیدی دروغ نوشته اونجا شما یه منفی بزن، یه دیسلایک هم براش بزن. در صورت اینم از این، ممنونم امید جان، پیام شما رو هم گرفتم. پیام ها در پوشه لایو، امید راننده کامیون. و اما این خدا، زن، مرد، میدونید توی ایران و دین اسلام و اینا میگفتن خدا نه زنه نه مرده نه شیعه نه مایه نه جامعه. میگفتیم بابا پس چیه؟ میگفتن شما نمیدونی، ما میدونیم. حالا یه مدتی الان راه افتاده که آمریکایی‌ها میگن خدا مرده. بهترینش هم جورج کالین اون کمدیانه توضیح داد که چرا خدا مرده. خوب که توضیح داد، بعد گفت که اگر خدایی باشه 100% این خدا مرده، چون یک زن نمیتونه این همه کثافت بازی خرابکاری در بیاره و بازم هنوز بگه من خدا هستم. نداریم. خانما معمولا اینجوری گن نمیزنن. پس طبق فلسفه اون خدا مرد بود. ولی الان پرونانس یا این، مثلا میدونید تو مدرسه های اینجا الان میگن این صرفا به این دلیل که اسمش رابرته شما بهش نگویی، باید ازش سوال کنی تو دوست داری من تو رو چی صدا کنم. یه شعری بود چی صدا کرده من و کی صدا کرده من، اینا میخوند. حالا هی هستی، شی هستی، هر هستی، هیز هستی. میگن برای خدا هم باید پرونانس بذاری. در رابطه با خدا میدونید که از موقعی که ترامپ آمد یه مقداری این مسئله خدا و کریسمس و اینا رو این باز به دروغ به یه عده ساده لو غالب کرد و یه عده الان شروع کردن مثلا میخوان حتما به شما بگن مری کریسمس. آقا من مسلمون زاده هستم که تازه اونم رعایت نمی کنم. مری کریسمس چیه؟ یه تعطیلاتیه، جونت درات، شما جشن میگیری؟ خب بگو هپی هالیده. اینو عوض میکنن. از یه طرف دیگه من به شما پیشنهاد میکنم، دیدید آمریکایی‌ها وقتی حرفش میزنن تو مجلس و اینا میگه God bless America. یعنی اون کسی که میگه God bless America خودش از بیدین ترینه، چون اگر دین داشت باید باور داشته باشه که خدا همه رو دوست داره، براش فرق نمیکنه آمریکایی باشه آفریقایی باشه فلان اینا. ولی احمق میاد میگه، از رئیس جمهورشون هم میگه تا آدمای معمولی.
حالا از اون برتر من فکر میکنم من و شما به دیگران هی نگیم God bless. میدونید آقا ممکنه طرف ایتیز چی باشه، ایرانی ها چی میگن، نه بی خدا، نه اصلا به شما نخواد بگه باورش چیه، گاد، طبیعت، فلان اینا. یه کاری کنید که فشار در رابطه های معمولی کم بشه. یعنی شما اگه میای با یکی سلام علیک فلان بیسار، من با این نیبر اگر میام بیرون نامه چطور، چه هوای خوبی فلان، حالا دیگه وقتی میخوام برم بهش نگم God bless، که اون به من بگه آقا فلان فلان شده، اصلا من خدا رو قبول ندارم، که حالا دیگه بخوای تو برم مثلا. خلاصه سعی کنید بحث با هیچ کس نکنید. من چند وقت پیش به یکی از دوستان یه پیشنهاد کردم، اولش هم بهش گفتم که امیدوارم بعدت نیاد من این پیشنهادو میکنم، من متوجه شدم شما اینو میگی، به نظر من اینو نگو. آقا این چنان عصبانی شد و ناراحت شد و اینا، ما گفتیم آقا عجب غلطی کردیم. واقعا آدم از کجا بفهمه؟ به یه کسایی میشه یه چیزایی رو پیشنهاد کنی، به یه کسایی رو نمیشه نباید شما پیشنهاد کنی، از کجا بفهمی؟ همون دیگه، یه بار که بهت فحش دادن میگه میفهمی. خب این ماجرای خدا، زن هست، مرد هست، او هست، پرونانسش چیه رو اینها حتما شما متوجه شدین. من دیروز دیدم یه نفر به یه نفر دیگه میخواست حالا به نگاه به داون یعنی توهین کنه، گفته بود که من به اندازه سن شما در تبعید زندگی میکنم. دوستان کدام یک از شما رو آخوندا تبعید کردن؟ اروپا، انگلستان، راشا تو سرما، چین، ژاپن. واقعا چرا به جای کلمه مهاجرت، کلمه به این خوبی که قشنگم با سیچویشن یا با حالت زندگی ما که مهاجرت کردیم، شما میای اجبار داری کلمه تبعید رو بزنی تو پاچه شلوارش؟ چرا؟ نکنید این کار، کلمات رو درست استفاده کنیم به جای خودشون. برای این دوستم هم نوشتم آقا اگه آخوند شما رو تبعید کرد اروپا، والا فردا تمام مردم ایران میرن تو صف وای میسن که اینا تبعیدشون کنن اروپا. بگو آقا من مهاجرت کردم تا اون نفر بعدی هم فکر کنه اگه میخواد مهاجرت کنه چه کار باید بکنه، چه جوری باید همه زندگیشو از دست بده بیاد اینجا دوباره از صفر شروع کنه، و با چه مشکلاتی با اونایی که مهاجرت کرده صحبت کنه، و الی آخر. کلمه تبعید رو به جای خودش استفاده کنه. تبعید اون بود که آخوندا مثلا خیلی ها رو میفرستن بندر عباس، خیلی از آخوندا رو شاه تبعید یا ساواک تبعید کرده بود به جاهای بد آب و هوا، که به نظر من اون یه بی احترامی بود به اونایی که اونجا زندگی میکردن. مثلا بندر لنگه اگه زندان داره، زندان بالاخره نون مجانی، خوراک مجانی میدن، تو طرف آقای مصباحی، برادر حمید مصباحی که همکلاس من بود، آیت الله نمیدونم چی بود، از حجت الاسلام فلان، تبعید میکنی، یعنی به اون مردم میگی شما یه جرمی مرتکب شدین، خدا انداختتون اینجا، حالا من اینو فرستادم اینجا، آقا بذار بری یه جای کار کنه، بهش بگو از صبح تا شب اینجا باید کار کنی، ولی دستمزدتو بدی برای این. خلاصه این ماجرای تبعید و مهاجرت هم داشته باشی. من تا این لیستو تمیز نکنم نمیرم. و اما متوجه شدید این نویسنده های فیلسوفی که ما داریم همه سعی میکنن فیلسوفانه بنویسن، صادق هدایت، نمیدونم اینجور اونجور، برای یکش نوشتم آقا خیلی تلاش نکن که صادق هدایت باشی، اگه آخرش صادق هدایت باشی آخرش مجبور بشی دریچه ها رو ببندی، گاز رو باز کنی. من اصلا شک دارم که این فهمیده باشه من چی گفتم، چون اینا فقط مثلا یه شعری، یه نوشته از صادق هدایت خوندن، حالا شدن صادق خجالت برای ما همین میسن. خلاصه خیلی فیلسوف نباشید، حرفایی رو که میزنید سعی کنید در سطح مردم باشه. من داشتم یه مطالعه میکردم درباره زندگی پیامبر ایرانی به نام مانی، که اونم کارش خیلی اشکال داشته و بعدم دیدید که اصلا نابود و ناپدید شد، و میگن اون در یه زمان کوتاهی موفق شد برای اینکه مثل مردم حرف میزد. دوباره برگردیم، کی مثل مردم حرف میزد دوستان؟ یادتونه این خمینی؟ این خمینی برید چهرهاشو بخونید ببینید چجوری میتونسته فیلسوفانه صحبت کنه،
چجوری میتونه چه نوشته‌هایی داشته باشه، ولی میومد میگفت اتوبوس خب از اتوبوس از مینیبوس بزرگتر است، دانشگاه باید دانشگاه باشد، نمیدونم از این مزخرفا، برای که میخواست ارتباط برقرار کنه با اونی که داشت گوش میداد به حرفاش. وقتی ارتباط برقرار کنید شما میتونید از اون بخواید که یه کاری هم براتون انجام بده. متاسفانه من خوب نبودم تو این کار، اگه بودم که خب این همه برنامه 20 چند سال این همه دوست، ما هنوز موندیم که 10 نفر که 10 تا 10 دلار پرداخت کنن ما نداریم. باور کنید دیروز صبح بود کانال تلویزیون اینجا رو نگاه کردم، دیدم یک پدر سوخته از این پدر روحانی ها داره از مردم سوء استفاده میکنه. من این میکروفون سبوت میچرخه، از این کیسه‌ای که توش شن هست برای رو کاغذ اون وقتا میذاشتیم که اگر دریچه باز بود باید نبره، باید بزنم رو پایه میکروفونه که نچرخه. داشت به مردم میگفت شما نفری 58 دلار به من بدین تو من براتون چمن بکارم در دشت خدا. بعد هم میگه شما میتونید دو تا 58 دلار بدین. اصلا من نمیدونم واقعا یه کسایی هم هستن. بعد نشون میداد چند نفر نشستن تلفن‌ها رو جواب میدن. من یه نگاهی کنم ببینم اگه کسی پیام گذاشته باشه، چون قول دادیم تو برنامه پیامش رو پخش میکنیم، اینجا بخونم. این از این هول مووی لایک اوکی، این از این. خب ماجرای زلزله ترکیه و سوریه میدونید که از 40,000 تا هم رفت بالا، هنوز باشه تا کی پیدا کنن. یه عکسی بود نوشته بود این ساختمونه تو ترکیه است، اطرافش نشون داده بود ولی ساختمونه هیچ که توش کشته نشده. بعد زیرش نوشته بود مسئله دین و اینا نیست ولی اینا ارمنیا ساختن. بعد برای پتیک فرستادن، پتیک گفت البته اینم یه نوع اغراق هست، همه جا هست ولی از اینکه ارمنیا کارشون درست و با دقته من شک ندارم. یادم پدر من تابستونا ماشیناش میبرد سرا آذری گاراژ زاون و گارنی و زاونی هم چایی که تعمیر کنن و اونا واقعا کارگر و برای کارشون اهمیت قائل بوده. در صورت طرف توی ترکیه نوشته بود صاحب خانم مرا بیرون کرد چند روز قبل از زلزله، الان هم اون و هم من دوتامون در خیابان کنار هم میخوابیم و دیگه الان صابخونه و مستأجر نیست، همسایه هستیم، با هم یه جا هستیم. و اما شیر خوش برای بچه‌هایی که در خوی هستن، حدود 250 تا بچه احتیاج دارن به شیر خوش. من حقیقتش اگر دیگه کسی هم بخواد پول بفرسته بگی بده به خانم نمیدونم نازنین بده نسترن زنوسی بدید به نمیدونم فلانی اینا، میگم توبه توبه، اصلا هم چیکاری انجام نمیدم. یا خودتون مستقیم این کارا رو انجام بدید. این شرکت ها رو میتونم بهتون معرفی کنم، بله این خیریه ایرانیان هست که خوراک میبره، 1100 تا خوراک میبره میده، کفش میخره، چکمه پلاستیکی میخره برای این بچه ها میبره و اینها، ولی من این کار رو انجام نمیدم چون حقیقتش دیدید میگن آدم مارگزیده میشه. ما به چند نفر کمک میکردیم که برای معلولین چی بخرن، برای اینایی که احتمالاً افسرده هستن میخوان خودکشی کنن. بعضی وقتا میبینید دوستان حقوق یه ماهی یه نفر تو ایران که 10 میلیون تومنه، حالا 15 میلیون تومنه، 10 میلیون تومن میشه 2300 دلار، 300 دلار اگه شما بدید یه نفر از مرگ نجات میدید، چون اون رسیده به نقطه‌ای که دیگه هیچ کی به فکر من نیست. ولی شما 200 دلار 300 دلار که بهش میدین میگه نه یه نفر هست پس منم باید باشم برای دیگران، وای میسه و به زندگی ادامه میده و بعدم هم میبینید تو همون ماه بعد کار گیرش میاد فلان میشه و برمیگرده اصلا زندگیش عوض میشه. ولی طرف برای من نامه مینویسه که آقای صوبی من به شما بگم این آقای فلانی آدم خوبیه بعدی، میگم خب به نظر من همه خوبن، به همین خاطر ما هم وقت خواستیم به شما کمک کنیم پول فرستادیم برای اون، اونم مخارج شکم کرد برای شما فرستاد. حالا چی شده؟ اگه نمیخوای بنویسی خب از اول ننویس، اگه میخوای بنویسی همون اول بنویس. باز برمیگردیم به اتیکت و اتیک و اخلاق و اینا. بله این به من نظر داشته، گفته بلند شو بیا ارمنستان نمیدونم 30 میلیون بهت میدم. گفتم خب بگو نمیام. واقعا میگم ما تا کی این بچه حالا بگی کلمه بچه بازی این لوس بازی ها رو داریم؟ آقا خانم شما بلند شو بیا من میخوام فلان کنم. من نمیام، هم موقعم بلاکش کنم.
بعد گفته میگه نه، گفته میرم به وکیل شکایت میکنم، من نمیدونم به غیر از این چیزایی که شما برای من نوشتی چیزای دیگه هم هست. و الان میره به وکیل میگه چی؟ میگه من خواستم این خانم رو از راه بدر کنم، این گفت نه. وکیل میگه خب پدرسگ خوب گفت، نکنید این کارو. داستانهای زیادی داریم. میگن یه جا یه نفر روی اسب بود، مشک آبی هم بغل اسبش اومد، دید یه نفر تشنه است، وایساد بهش آب داد، گفت حالت خوبه؟ گفت خیلی بهتر شدم. گفت حالا من وای میسم حالت که خوب شد فلان اینا. این که نشست پهلوش استراحت کرد، اون بلند شد شمشیر این برداشت، گفت من اسب تو نمیدونم فلان و اینا رو هم برمیدارم میرم، تو رو هم اینجا بدون آب میذارم تا بمیری. طرف وقتی داشت میرم گفت آقا من یه خواهشی ازت دارم. گفت چیه؟ گفت برو از اسب استفاده کن، آبم بنوش، امیدوارم موفق بشی، ولی این داستانه رو برای کسی نگو، چون تو باعث میشی کمک کردن به دیگران از بین بره. نکنید این کار. و اما این هم شیر خوش برای بچه های خوی. و آهان، هاتف قاضی زاده، اجازه بدید من چون به این آقا گفتم که اینجاست گذاشتمش توی لایو، هاتف قاضی زاده، گفتم جوری هست که من از آمریکا بتونم به شما کمک کنم، پیپل چیزی، چون اینایی که یوتیوب دارن شما رو یوتیوب میتونید اون زیر 5 دلار 10 دلار 5 تا 5 دلار 5 تا 10 دلار کمک کنید، هیچ غیر قانونی هم نیست، یه جوری تونسته که تو آمریکا الان شما میتونی ببینی و کمک کنی. و الی آخر این توییتر آقای هاتف قاضی زاده رو من به شما نشون میدم صفحهشو، اگه خواستید کمک کنید، به من تماس نگیرید، با خودشون مستقیم تماس بگیرید، چون حقیقتا تماس گرفتن با ما این علامت این گنجشکه که میدونید توییتره، این از همون صدای توییت توییت صدای گنجشکا و بلبلا و اینها اینو ساختن. توییتر کامرای دو، بله ببینید آقای هاتف قاضی زاده. یه چیز دیگه که من نمیدونم مثلا من تو توییتر اگر سوربی هستم، خب مثلا به نام مردم تیویه یا به نام خودم سوربیه، چرا این دوستان اینجا داره هاتف قاضی زاده ولی این زیر داره آهنگ وفا یا چیزای دیگه؟ خلاصه در هر صورت اینجا ایشون همون صفحه اگه بری توضیح میده که بچه های خوی به شیر خشک احتیاج دارن، شیر خشک هم به اصطلاح خیلی ارزون میشه تهیه کرد. حالا چجوری کمک میکنین اون دیگه وظیفه شماست، من تو این قسمت نمیخوام دخالت کنم. شیر خشک برای بچه های خود. انقلاب از بالا یا پایین؟ شما باورتون میشه انقلاب سفید شاه که همون به دستور کندی و اینها بود، اونها خطر رو احساس کرده بودن که داره از پایین انقلاب میشه؟ توی این برنامه ها همونجور که آقای نیساری هم توضیح داد، یه سیستمایی هست بعضی وقتا برای که مثل اتک و پاتک و این چیزا، مثل زهر و پادزهر و اینا، شما از این ور اقدام میکنی که اقدام اونها به اصطلاح به جایی نرسه. انقلاب شاه انقلابی بود که از بالا دیکته شد و دیدید ششتا و دوازدتا و اینها اصل اول و اصل فلان و اینها گند زد، خراب شد تا جایی که دیگه کشاورزی رو از بین بردن و اینها. و اما این داستان انقلاب ها جنبش ها اینها، اگه میخواین برین دنبالش، دوستان برید اول دوتا کتاب بخونید هست که چگونه جنبش های گراس رود، انقلاب های نمیدونم گراس رود ریشه ای رو راه اندازی کنید، برید بخونید بعد امتحانش رو پس بدید اگه تونستید برید. شخصی هست به نام آقای محسن رنانی، اگه اشتباه نکنم ایشون اصفهانی ولی استاد دانشگاه چیزی هست، یه مقاله‌ای به نام مقاله سقوط نوشته، سعی کردم با ایشون تماس بگیرم نتونستم، فقط از طریق فیسبوک میشه، رو فیسبوک و توییتر و اینا که میای همه مثل ما اینجوری اوپن نیذاشتن، مسیج اینجا، تلفن اینجا، نمیدونم واتساپ اونجا، تماس ایمیلی اونجا، یکیش میگه فالو می، فالو میکنی بعد میری با اون زیر کامنت بنویسی آقا من میخوام با شما تماس بگیرم، شما قسمت مسیج یا آیکان مسیج نداری، شما یک مکافاتی هست، یک فیلمی هستیم. این فیلم های سینمای ارزون توی شیراز و وقتا دو فیلمه نشون میدادن، من هر وقت میخوام بگم خیلی کیفیت نداری نمیگن
شما یه سینمای دو فیلمه هست اینا، دیورینگ دی دی، زور و بعد از صبح و بعد از زور دو فیلمی نشون میدادن، عصر و شب دیگه یه فیلمه بود که دوبار بتونن نشون بدن. این از این محسن رنانی رو اگه تونستید پیدا کنید، این باور داره که یه انقلاب 4 قسمت داره، باور داره که 3 قسمتش انجام شده. من چند روز پیش آقای هوشنگ امیرعبدی یه برنامه گذاشته بود توی کلاب هاوس، اینا هم براش شده به اصطلاح واقعا هم وسیله و امکانات درست شده، حالا به جایی که بلند شه بره از نیوجرسی نمیدونم با قطار بیاد اینجا، از اونجا با ماشین بیاد منزل من، یا بره فلان استودیو برنامه بذاره، از خونه با تلفنش میشینه برنامه میذاره، چرا نه، شده سرگرمی، شده گدرینگ. ولی طرف میاد میگه که برنامه فلان برای گذار، میگم آقا شما هنوز براندازی رو انجام ندادی، تازه میخواهی برنامه گذار رو توضیح بدید، براندازی رو که انجام میده، هیچ کدومشون توضیحی نداره. چین در آستانه جهانی شدن است. آقای نیساری یه صحبتهای راجع به چین کردن که چین با پول انگلستان و آمریکا چنین و چنان، اگر هم با پول آمریکا و انگلستان چنین و چنان شده، ولی الان به آمریکا، از آمریکا طلبکاره، الان آمریکا به چین بدهکاره. یکی از چیزهایی که مردم رفتن دنبال شارلاتان ترامپ این بود که ترامپ گفت من دست به پول قرض کردن و پس ندادنم خوبه، به چینم میگم ما نداریم، میخوای چیکار کنیم، بیا خونه همه ما رو بردار چینی بیاره توش، که اون کارم ممکنه انجام بشه. بعد اونایی که خیلی نگران این هستن که ایران داره با چین به اصطلاح قرارداد میبنده، دوستان یه نگاهی به نقشه بندازین. اولا نقشه اینجوری که صاف هست نیست، نقشه چون کره زمین هست، شما نگاه کنید ایران اینجوری که میشه، این بالاش روسیه هست، بعد میاد این حالا هند و پاکستان، این بغل چینه. یعنی اگر الان ایران رفته توی بغل روسیه و چین، خب به جایی که بیاد با آمریکا با فاصله دور و اینها، آمریکا هم خربازی در آورد، اون برجام و اینا رو ریخت به هم، اینا هم رفتن با اونا. بعد نگاه کنید، برید بخونید، آقا چین با اسرائیل هم برنامه داشت، چین با کشورهای دیگه هم برنامه های 5 ساله 20 ساله، والا هیچ کم نیومد بگه خاکمون رو فروختین. من دیدم همین آقای حالو یه شعری داره میگه برای نمیدونم چیکاره قطر، که نمیدونم میخواد بیاد باغ فلان بخره. ببخشید اونا باید احمق باشن که بیان تو ایران همچین چیزی بخرن، ایرانی که اصلا ثبات نداره. ایران الان رئیسی داره خودشو میکشه، دوباره شده مثل دوره رفسنجانی، بیاین ما بهتون اگه میخوان کارخونه بزنیم ما بهتون زمین میدیم شما چی کنین، ولی از اون بر داره چیای خودشو میفروشه. آخه کی میاد بره تو ایران نمیدونم باغ بخره؟ مگه جاهای دنیا قحطه؟ بعد تازه اگه رفتن خریدنم، خب شما که میدونید قانونای کشورها اینجوری که یه حکومتی که میاد بعدن میتونن قانونا رو عوض کنن، همینجوری که حکومت اوباما با ایران برجام رو امضا کرد، ولی ترامپ که اومد زد زیرش. البته قانون فرق میکنه، مثلا اگر قرارداد 100 ساله بسته باشن قانون شده باشه، اون حکومت نمیتونه، ولی حکمایی که بهش میگن اگزیکیتیو اوردر، یعنی فرمایش های اجرایی که فقط یه نفر امضا میکنه، اون نفر بعدی که میاد میتونه بزنه زیرش و کاغذ رو بنداز تو لیوان آب، بگه اصلا برو دنبال کاره. اینم از این. خیلی رو این چیزای جزئی که من و شما هم کاری از دستمون بر نمیاد تکیه نکنید، فشار نیارید، بعد خیلی سعی نکنید همه چی رو از دید منفی نگاه کنید، چون حالا آخوند گفته این بیرون داره بارون میاد، من چتر نمیبرم. آقا تو خیس میشی، نگاه کن ببین بارون میاد یا نه، گروه پدر آخوند، ولی نگاه کن ببین بارون میاد یا نه، اینی که دیگه میتونی انجام بدی. این ماجرایی که هممون شدیم پروفسور قراردادهای واگذاری و فلان و اینا، ولی همه قراردادها باید اون طرف فکر کنه سود میبره، این طرف هم فکر کنه سود میبره تا قراردادی نوشته بشه، ولی از این که شما کاغذ رو بگیری دست بگی نه خیر تا پول ندی من سند ماشین نمیدم، اونم میگه تا سند ندی من پول نمیدم، دوتا تو خیابون وایسادی. یا این باید باشه یا یه جای سومی باشه که تو آمریکا این هست، میری دفتر یه وکیلی یه پول میدی، میگی آقای وکیل این میخواد ماشین بخره، من میخوام ماشین بفروشم،
من به پول این اطمینان ندارم، این پولشو میذارید بر شما، منم ماشین امضا میکنم، بعدا اگه وکیله نخوره برات بره. داشتیم که وکیلی پول مردم خورده و رفته کردستان عراق و همینایی که میگفتن کردستان عراق اینقدر سیف امن امانه، ببینید الان چی میگن. و اما چین در آستانه جهانی شدن قرارداد با عربستان، الان داره با عربستان صحبت میکنه، ما تافته جدا بفته هستیم. برید قرارداد چین و اسرائیل بخونید، قرارداد 5 ساله ببینید. این هم از این. و اما گفت دلت تنگه یا کارت لنگه؟ بعض وقتا وقتی دلت تنگ میشه کارت هم لنگ میشه، بعض وقتا هم کارت که لنگ میشه دلت تنگ میشه. من بعض وقتا یه چیزایی که قشنگ مینویسن خیلی خودمونیه به دل میچسبه، اینو مینویسم. سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. ولی اینایی که میخوان یه شبه صادق جنایت بشن، صادق هدایت بشن، آخرم در حق خودشون جنایت کنن، خودشون بکشن، خیلی به اونا کاری نداره. بله، منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران. شما ببینید یه جمله است، منشور مطالبات حداقلی تشکیل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران. بابا این بیل آف رایت اسمشه. آقای نیساری هم گفت چرا سعی میکنین طولانیش کنین، بعدم به هر کدومشون میگی بفرست، خودش هم نخونده ندیدتش، کارمون خراب. و اما اینترنشنال از ایران، از لندن جمع کرد و رفت، به دلیل میگفتن تهدید شدیم، دسیسه های هست و فلان و اینها. و بله دیگه، شما وقتی هی میشینی تو لندن میگی 2 روز دیگه آخوندان میرن، خانم سیما ثابت 10 نفر میاری اونجا، آخونده میگه خواه ما خواستیم بریم اینجا که هیچ، لندن هم میزنی داغون میکنی. شنیدم ندیدم خودم، خانم مسیح علی نجات به مردم گفته به سفارت ها و اینا حمله کنید، به سازمان ملل هم حمله کنید. اگه همچیز گفته باشه خیلی احمقه، من نشنیدم، به همین خاطر اصلا نمیدونم 50% هم درست باشه یا نه. اگه شما جای دیدین با مدرک با سند لطفا برای من بفرستید. بله، ایران اینترنشنال با آمریکا اسباب کشی میکنه، یا به قول دوستان افغانستانی، نگید افغانی، دوستان افغانستانی میگن جاکشی میکنه. پس ایران اینترنشنال به آمریکا جاکشی میکنه. رضا پهلوی گفت که شما میخواین من چه کار کنم، پاشم برم ایران وسط میدان؟ نه، میخوایم شما کنار رودخانه پتومک بشینی و گذر عمر ببین. داستان این آقای ثابتی که اومد و هول و هوش و حاشیهش خبرهایی که بود و عکساش بعد من تو تظاهرات و راهپیمایی ها و اینها، من فکر میکنم ضرر بزرگی به رضا پهلوی نادان زد. و حالا از اون مهمتر ما میبینیم که یه هنرپیشه مثل آقای بهروز وثوقی، بهروز وثوقی رو نگاه کردم دیدم ماشاءالله 80 خورده سالشه، همه این موها فرفری و با ریش هم چقدر خوشگلتر و اینها، و بهروز وثوقی داره تعریف میکنه راجبه اینکه ساواک گرفتش، بعد پرویز ثابتی اومد بهش گفت که این چه نقشی بازی میکنی؟ گفت آقا چه نقشی؟ خب من هنرپیشه هستم نقش بازی میکنم. گفته نه ببین، من دارم به زبون خوشی بهت میگم، و یه شب میبینی از مهمونی میای بیرون یه کامیون میاد میچسبونده به دیوار. بعدم بهروز وثوقی میگه که من از اون روز هر وقت که کامیونی چراغش روشن میشد میترسیدم. آقای بهروز وثوقی، شما دوست پسر اشرف بودی، زن محمود چیه قربانی رو از دستش دروردی گوگوش، نمیدونم داستانهای زیادی داشتی، به پوری بنای خیانت کردی اینها، ولی آقا دیگه در پیری، گفت در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، شما ثابت کردی پاک نبودی، حالا ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. اقلا توی پیری پرهیزگار باشین، بیان حرفای درست و حقیقت بزنین که جوونا، من اینها که یه نسل بعد شما هستین، یه نسل هم نیستم، یون یه نسل 25 ساله دوست، بفهمیم چی بود که گذشت که اینجوری شد. حالا آقای ثابتی میاد به شما اینجوری میگه، خب اون سیستمی که اصلا اداره سانسور داشتیم، اداره نمیدونم چی داشتیم، کنترل به فیلم‌ها و فلان اینا، حتی اگه میمد بیرون روی اکران میرفت میتونستن برش گردونن،
بعد بیاد به شما اینو بگه، بعد خب شما یه تلفن میزدی اشرف خانمت میمد آزادت میکرد. نکنید، آبرو خودتون نبرید. به خاطر همین یه جوکی ساختن، میگن که یه جا دعوا شده بود، یه پاسبانی این دو نفر رو که خیلی گردن کلوف بودن با دستبند زد به هم و وایساده بودن، مردم نگاه میکردن ببینن چی شده. یه آقای کوچوله یه آقای کوچوله اون بغل اومد وایساد کنار این دوتا، به پاسبانه گفت سرکار شما ما ستا رو کجا میخوای ببری؟ یعنی آدمایی که اصلا نه تو دعوا بودن نه تو ماجرا بودن، برای خودشون میخوان بچسبونن. خب از اون ور میام سراغ عباس میلانی، میشینه محقق فلان بیسار، الان داره شاه رو آب توبه میرزه سرش، کتاب بنویسه نگاهی به شاه، کتاب بنویسه نمیدونم شاه و مردان او فلان بیسار، ترجمه نه اون مال چیز بود، کتاب برای هویدا مینویسه. بعد میاد صحبت میکنه، میدونید که این دایی عباس میلانی نمیدونم سناتور بوده چی بوده، از خانواده بالا بودن، اینایی که معمولا اون موقع رفتن دنبال کنفدراسیون و کمونیستی و اینا، مثل همون چگوارا و مثل نمیدونم فیدل کاسترو اینا، بچه پولدارایی بودن که از رفاه، از سیگار کشیدن و از رفاه خسته شده بودن. اوکی، حالا دمشون گرم اومده. آقای میلانی میگه بهش 12 سال زندان دادن، چند روز قبل از 1 سال زندانش تمام بشه آزادش کردن. آقای میلانی میگه داشتن فوش به میدادن و میزدنم، یه دفعه یکی اومد تو که فهمیدم این پرویز ثابتیه، بعد یه دفعه گفت حالا شما شکلات میخوری یا قهوه میخوری. بعد میگه نه که فکر کنید دایم اینا منو آزاد کردن ها. آقا ما فکر نمی کنید. شما که خودت عقل نداری آقای میلانی، فکر کن چرا گل سرخی و دیگران باید اعدام بشن، ولی شما که اینقدرم قدرتمند جلوش وایسادین و گفتی تو دادگاه هم امضا نمیکنم، شما باید از 12 سال زندان حتی 1 سالش هم نکشید. آقا نکنید، نگید، اینقدر کسشه تعریف به مردم تحویل ندید، کتابتونو بفروشید، پول در بیارید، ولی اینقدر مزخرف نگید، اعصاب ما رو خرد نکنید. خب اینم از آقای عباس میلانی. پاسبان و دو نفر رو گفتم سرکار ما ستا رو کجا میبرید. بهروز وثوقی، پرویز ثابتی، عجب خرد و خری شده واقعا. اینم از این. و اما دوستان، امروز خوندم که یه هنرپیشه توی ایران 46 ساله سکته مغزی کرده و زنگ زده به نمیدونم تهیه کننده، گویا داشتن فیلم میساختن، زنگ زده به تهیه کننده، زنگ زده به دوستش، هرچی، اونا اومدن با هم بردنش بیمارستان، بعدم تو بیمارستان یه جراحی انجام دادن، حالا هم بنده خدا تو کما هست. دوستان، چه تنها باشین چه کسی باهاتون باشه، اگه براتون اتفاق افتاد، از اینکه آمبولانس $100 $200 بستگی به بیمتون، بستگی به محلتون چارجتون میکنن نگران نباشید. زنگ بزنید آمبولانس بیاد. چشتونو ببندید حساب کنید. سربی قلبش گرفته الان به شما میگه دوستان من برم دیگه، اگه مردم من برنامه بعدی اینجا نیستم. بلند میشه ماشینو برمیداره میره، اکسیژن به مغز نمیرسه، سر چهارراه تصادف میکنه، دو تا خانواده دیگر هم یا زخمی میکنه یا میکشه. خب این سربی احمقه، به جایی که بشینه اینجا زنگ بزنه به 911، مال ما 911 است اینجا، زنگ بزنه میگه من دست چپم درد گرفته، قلبم اینجوریه فلان اینا، اونام بهش یاد بدن. فوری همون موقع میزنه آمبولانس داره میاد، بهش حالا یاد میده، میگه نفس اینجوری بکش، نفس اونجوری بکش، انگار که الان رسیدی. حالا ما بیاین اینو ول کنیم، آمبولانسی که تو 5 دقیقه تو 10 دقیقه میرسه اینجا، شما رو از مرگ حتمی نجات میده. سربی احمق بلند شه، حالا بگیم تصادف هم نمی کنه، رانندگی بعد پیچ و خم، بوق، فوش، 10 نفر شمارهش رو هم میدارن، 10 نفر به پلیس زنگ میزنن، میگن آقا یه آدم تروریستی داره اینجوری رانندگی میکنه، این میرسه بیمارستان. شما حالا تازه میری کجای بیمارستان؟ میری قسمت اورژانس. باید چی کار کنی؟ باید بشینی اسم بنویسی. چقدر اسم نوشتن، کارت نشون دادن، کارت بیمه طول میکشه. نکنید این کارو. حالا هی گفتن سربی احمق، سربی احمق. براتون بگم یه دقیقه که از دوستان ما خانمش حامله بود و این مادر خانمش، ما از که از سر کار اومدیم زنگ زدن به همسر من، گفتن که هر چی زنگ میزنیم این خانم تلفن رو جواب نمیده. همون اوایل هم بود، این تلفن های بیستیم اومده بود و هر کی زنگ میزدی خونش
میرم رو پیامگیر میگفت تلفن رو پیدا نکردم، یکی گذاشته بود رفته بود لای دوشنگ، یکی گذاشته بود نمیدونم بچهش با هشتون برده بود، یه جایی صورت تلفن های بیست. ما هم از سر کار اومده بودیم، اون موقع هم تا از سر کار میمدیم یه دوشی میگرفتیم گرمترمون هم میشد، یه آبجو باز کردیم میخوردیم، آبجو اولیه برای خستگی میخوردیم، آبجو دومی برای که بتونیم مشکلات زندگی رو تحمل کنیم، ولی نه اون روز یه آبجو من خوردم. من آبجو اولی هم بعض وقتا نصفش نمیخورم، گرم میشه میزنم بمانه. تا خانم هم اینجوری گفتم خب بلند شو بریم، سوار ماشین شدیم اومدیم از این کوچه پس کوچه و اینها، یه دفعه از اون جلو بانک رد شدیم، پلیس روشن کرد اومد گفت که کجا میری؟ به این تندی گفتم اینجوری شده، گفت خب برو بریم، گفت برو بریم. اونم دنبال ما اومد و چراغش هم روشن کرد و گفتیم چه خوب شد، عجب پلیس با پدر مادری بود، هی میگن این آمریکایی‌ها بدن اینا. اومدیم رفتیم اونجا در زدیم، این دوست خانوادگیمون آمد و حامل هم بود بنده خدا، ماهای آخرش بود و تلفن هم دستش بود، هم چیزی پلیس گفت تو که گفتی این مادر؟ گفتم خب با تا ما اومدیم داوود این تلفن رو پیدا کرده. به خانمه گفت شما حال اوکیه فلان اینا؟ گفت بله فلان اینا. بعد ما گفت خب ما خدافظ ما بیام، همچی که خواستیم بریم بهش گفتیم آفیس خیلی ممنون، مثل این ما جبرانی هی 6 بار دلار شدیم اینا، حتما حالا دیگه خندتون گرفته. گفت صبر کن کجا داری میری؟ گفتم خونمون. گفت نه شما تون میرفتی من گرفتمه، مثلا رو 35 داشتی 60 میرفتی، رو 35 داشتی 55 میرفتی. گفتم حال میخوای چیکار کنی؟ گفت به تیکت باید بدم، تیکت هم که اینجا بهت میدن یه وقتی میدن مثلا 2 ماه دیگه فلان روز بیا دادگاه. خب همه ما نگاه میکنیم، ما اگه بریم دادگاه 50% شانس داریم قاضی خوب باشه، دلایل ما قاضی پسند باشه فلان اینا، پس ما از 50% میگم آقا ولش کن جریمه رو میدیم میره. ولی من چون اون کاری که انجام میدادم اگه یه تیکت میگرفتم همه این ماشینایی که تو شرکت بود نقره داغ میشدیم، باید سالیانه هزاران دلار اضافه تر میدادیم. به این دوستمون زنگ زدم گفتم خب به خیر گذشت، تو ایران مثل که الان میگن ختم به خیر شد. گفتم شما انشالله به سلامتی وضع هم کردی، این نامه دکترم بگید که فلان روز وضع هم کردی ما ببریم دادگاه. گفت نه من اصلا خودم میام همراهتون دادگاه. گفتیم خب دیگه بهتر. صبح دادگاه بلند شدیم رفتیم دادگاه و قاضی که صدا زد دو تا کار کنید وقتی میرید، نگید من گیلتی نیستم، میگه برو بشین تا نوبتت بشه، 3 ساعت 4 ساعت طول میکشه، بهش بگید که گیلتی هستم، یعنی من خلاف انجام دادم ولی عذر موجه دارم، گیلتی وید اکسپلینیشن، من گیلتی هم ولی توضیح دارم. اون موقع همون موقع بهت میگه خب بگو ببینم توضیح چیه. گفتین اینجوری شده و فلان و اینها و ما اینجوری. اون به خانمه گفت که بچت به سلامتی دنیا اومد؟ گفت بله. گفت مبارک باشه اینا، کاغذتو ببینم. نگاه کردین مثلا این ما امروز این کار انجام دادیم، 2 روز 3 روز قبل این بنده خدا رفته بیمارستان، یه گل پسری هم به دنیا اومده و اینها. بعد گفت خب خیلی ممنون، از شما ممنون. گفت ببین از این به بعد، حالا چند تا بچه داری؟ گفت 2 تا بچه دارم. گفت از این به بعد این تلفن ها میگن با بی سیمه، ولی شما چون 2 تا بچه داری این تلفن ها رو با سیم بنداز گرد، با یه چیزی با یه بندی چیزی بنداز گردنت. گفتم اوکی. به منم گفت که خیلی ممنون که شما برای کمک به دیگران رفتی، ولی بعضی وقتا شما که با قصد کمک میرین باعث میشه به دیگرای دیگه صدمه بزنی، به خود طرف صدمه بزن. گفت شما فکر کن اگه زنگ زده بودی به 911 به اونا گفتی اونا تو چند دقیقه میرسیدن؟ گفتم اصلا آتش نشانی و اینا نزدیک خونه شونه، صدا روشن کنه میاد اونجا. گفت ببین، گفت ام دفعه بهت میبخشم برو، ولی دفعه دیگه از این غلطا نکن. گفتیم چشم آقای قاضی، خدا نگهدار. این قاضی دوستان آمبولانس خبر کنید، با ماشین خودتان خطر نکنید، نه برای خودتون نه برای دیگران. ولی امروز به خودم قول دادم تا این پرونده پاک نشه من از اینجا نمیروم. و اما میگه که درخواست 2 فوریتی نماینده پارلمان اروپا از اپوزیسیون ایرانی حاضر در پنل کنفرانس امنیتی مونیخ در خصوص مجاهدین. ببینید دوستان، ای هر کی رفت اونجا، یه شعری میخوندن، نه هر کی کلاه پس نمود و فلان، نمیدونم کلاه دوز است، یا هر کی پفوزت کلاه دوز است. آقای رضا پهلوی دست خالی رفته اونجا. ببینید این آقای بهش میگه آقا من دارم دنبال میکنم این ماجراهای ایران و کمونیست هم چی هستن واقعا، این مجاهدین
یکی به ما بگید چی هستید شما. خب صبر کنید 16 پیداش کنم. اینه که اینجا اینو از توییتر براتون پخش میکنم. کامرای دو این سیستم خودمونو فعلا خاموش کنیم از این اوتوماتیک رفتن. گوش کنیم با هم دیگه دوستان. زیرنویس داره. Yes, Michael Gala, I'm also a member of the European Parliament and I have a concrete plea to you. آه بهتر چون صدا داره میگه من معتقدم که نیاز است تا شما موضع خودتان را محکمتر به تصمیم گیران اروپایی و دیگران نشان دهید. میدانید چه کسانی هر روز به طور فیزیکی خودشان را به آنها نشان میدهند؟ این آقایه داره آقا رضا پهلوی مشسی جلوش فکر کرده این هم جلسه سلطنت طلبان که یه بهبه و چهچه و قربون شاه بریم که دومش اینقدره تموم میشه. بعد میگه اونا هستن شورای ملی مقاومت وحشتناک است. اینها هر روز به طور فیزیکی حضور دارن. اینها تظاهر میکنن که اپوزیسیون ایران هستن و در میان بسیاری از همکاران این نوشته هایی چیزی هم وقتی استاپ میزنی میاد روش. در هر صورت دوستان رضا پهلوی بی برنامه اون وقتا ببخشید اینو میگم اون وقتا میگفتن با کون برهنه با کون پتی شما نمیتونی بری جنگ با کسایی که نیزه دستشونه، یعنی نیزه رو میزنن به فلانه. خب این از این درخواست دو فوریتی رو پاک کنیم بریم بعدیش. بله حتما شما هم شنیدین هم میگن این رئیسی 6 کلاسه. دوستان اگه این 6 کلاس بود خود رقیباش پدرشو در می آوردن. آخه از عقلتون استفاده کنید. بعدم من و شمایی که شاه سوئیس رفته داشتیم که دیپلم نداشت، من و شمایی که این همه آدمایی دیدیم که مدرک ندارن میان کارای چیز میکنن میرن، حالا دیگه این چه 6م داشته باشه چه دکترا، ولی زندگی نامشه که میتونین بخونین که برید بخونید از کلاس فلان تو مشهد بوده بعد تهران بوده بعد حوزه علمیه قم بوده بعد فلان و این تازگی ها رفته دکترا گرفته. حالا این دکترای شنگول و منگول آقل و ماقل تو سرش بخوره. همینجا خیلی از دوستای من هستن عقده پی اچ دی گرفتن دارن، حتی اگه شده سالی 2 تا واحد میگیرن همینجوری ادامه میدن. طرفون بعد از 20 سال میبینیم اینا 40 تا واحد گرفتن. حالا من نمیدونم برای پی اچ دی از فوق لیسانس چقدر باید بگیری یا اصلا واحدی یا فقط باید تز بدی. بعد این بابا دکتراشو حتی تزش رو هم درباره ببین کارشناس ارشد حقوق بین المللی خصوصی مدرک فلان بیسار. حالا اگه حرفم اینجوری میزنه خب اونم مثل من که شیرازی هم اونم مشهدی، بعدم اینا از روز اولی که میرن این حوزه‌های علمیه قم تو سر هم میزنن با هم بحث میکنن، اینا از بحث فرار نمیکنن. شما برید بزنید بنویسید رضا پهلوی فاصله سربی، ببینید من یه سوال از این آقای رضا پهلوی کردم سالها پیش، وایسادم جلوش دهنش خشک میشه بعد میگه اگر شما آقا من مقصودی ندارم، من میگم تو سوگند یاد کردی پادشاهی یا هستی یا نیستی. یه بار دیگه هم تو برنامه شهرام همایون ازش پرسیدم، یه بار دیگه هم تو پارک ازش پرسیدم، ولی اینا وای میسن با پررویی جواب میدن. حالا جوابش خوبه یا بده، پررویی خوبه یا بده، من کار ندارم. اینی که یه نفر گفته 6 کلاس سواد داره شما به اون میچسبید، والا چه بسا 6 کلاس سوادی داریم که از مهندس دکتر فوق دکتر هم نه چی بیشتر میفهمه. ول کنید این مکافاتی که الان یقه ایرانی ها رو گرفته، آقای دکتر خانم دکتر، آقای مهندس خانم مهندس، اینجوری. خب بریم ببینیم چی میشه. فلانی مطهری استاد وی بوده و اینها، و این رو هم پاک کنیم بریم سراغ بعدی ببینم دیگه چی داریم. آها این توی رستوران یه داستانیه که میگه وقتی میرید سرتون به کار خودتون باشه. یه نفر رفته بوده نشسته بوده فکر میکنه این آقا نمیدونم با اون بالا، بعد 3-4 فکر دیگه میاد. این حالا مهم نیست، بعدن روی یه روز دیگه میخونیم. هاتف قاضی زاده رو بهتون نشون دادم، حتما اگه میتونید به بچهای خوی اونایی که احتیاج به شیر خوش دارن کمک کنید. بعد آقای کوروش زعیم از ایران، من 2 بار با ایشون مصاحبه کردم از جبهه ملی. ایشون هم امروز یه چیز فرستاده بود، 9 بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران زمین، روز زن ایرانی. ما چقدر بدبخت هستیم که باید 10,000 سال 7,000 سال صبر میکردیم
تا 44 سال این آخونده بیان به خاطر اینا ما روز زن داشته باشیم. ولی یادتون باشه احمد کسروی همیشه گفته بوده که ما یه حکومت با آخونده بدهکاریم. شاید این یه حکومت چشم ما رو باز کرد، گوش ما رو باز کرد که بریم یه چیزایی رو یاد بگیریم. بازم ممنون از آقای نیساری، ممنون از آقای کوروش زعیم و اون دوستونم که اون نامه رو نوشته بود خوندیم که گفت بابا اگه این بچه گریه میکنه از قیافه زشت و کریه تو هست. و آجار یه عکسی چیزی اینجا گذاشتم ببینم چی بوده اینستاگرام. آها گفتم شهرام همایون، مال من نه چه این شهرام همایون اینجا نوشته به دوره قاجار برگشتیم، چرا این بیچاره رو اینجوری روی آتیش گذاشتن. ولی من اجازه بدیم با این بهتون نشون بدم کامرای دو این حرفی که زد حرفش واقعا درسته. سلکت ایریا اینجا نوشته به دوره قاجار برگشتیم، اینم کامرای دو. برید چند هفته گذشته، یکی این که گفت آقا رضا شما نشستی با اینا جلسه گذاشتی، همون موقع مجاهدین و کانگرسمن ها و اینا داشتن چیز میکنن. من اینو براتون از اولش میارم، اینو باز بندیم از کشور نمیدیم بذاریم جرعت نمیکردم. شما در سال 57-56 کسی رو دیدید از اطرافیان خمینی که برن با این وزیر خارجه با این نمیدونم رئیس جمهور ملاقات بکنیم؟ ما میریم توی راهروی یک بشیم، وزیر خارجه مثلا فلان جا میاد در میشیم، ما خود میشه یه عکس با هم بگیریم، عکس رو با هم میگیریم، بعد با افتخار همه جا پخش میکنیم. افتخار ما اینه که بریم با وزیر خارجه فلان با چه خبرتونه؟ انقلاب اینجوری نیست. خمینی تو خونش بشن تو نماینده میز از کشور، نماینده رئیس جمهور فرانسه میومد تو خونه خمینی رو میدید. بی بی سی التماس میکرد چیز خیلی از ملاقاتام انجام شده و به این سادگی هم که شما میگی نیست. ولی اینم خب یه جور دیگه الان به اصطلاح ناراحته که جزو بازیش نگرفتن، حقیقت بازیش ندادن یا بازیش نگرفتن یا نیست توی این علم شنگه ها و اوضاع پول و مول و اینها. اینم از این گوگل وایس. فکر کنم این دوست اریاکات 323 این دوست کردستانیمون باشه یا کردمون باشه، ببینم فکر کنم اینم بذاریم. الو آقای پارسا، آقای سوربی ببخشید، خوبی شما؟ کردستانی هستم از لس آنجلس. همین دیدم برنامه نیست، بعد مدتی شنبه برنامه گذاشتیم، من یک شنبه خونه دوست. آها دوستان اگه این برنامه رو الان میبینید، برای که دیگه برنامه هایی که بعدن من میذارم شما میس نکنید، این پایین بریم با هم نگاه کنید، این پایین اون سابسکرایب و زنگوله بغلش یا بعضی ها میگن ناقوس بغلش رو بزنید که ما وقتی یه ویدیو جدید میذاریم، برنامه امروز داره میشه 3 ساعت، این برنامه رو که میذارم قبل از کسای دیگه، قبل از که نه یکی رفته باشه با اون زودتر شومه. ببینید الان من میذارم اینجا مثلا ویدیو این برنامه همین شهرام همایون اینجا بهتون توی صفحه نشون بدم. زیر همه اینها یه چیز داره، یک سابسکرایب، یک علامت کامرای دو، اینه که بذارید شما مثلا بیرون هستید، ما برنامه میذاریم برای شما میاد. ببینید من اینو الان میزنم، این ویدیو مثلا شهرام همایون، این همونه که میگه وقتی شما چی بودین مجاهدا اونجا اومدن. آره خیلی جالبه دوستان، من اینجا اون دکمه سابسکرایب رو نمیبینم، شاید این اون حسابیه که من توش چیز نیستم. خیلی جالبه، این زیر معمولا یه دکمه قرمز هست مینسه سابسکرایب. بابا نو واندر که شما دوستان کم لطفی میکنید، یه دکمه قرمزی باید این زیر باشه برای شما بنویسه سابسکرایب. و عجیب یا چون تو حساب خودم هم ویدیوی خودم بذار اینه مثلا بیارم، این لایو ان بی سی رو بیارم، عجیبه ها. نه آها اینجا مثلا این یکی مشکی این پایین نوشته سابسکرایب، بعد اینه که فشار میدی
بغلش یه زنگوله میاد، زنگوله رو هم میزنی، بعد میگی آل. هر ویدیویی که ما بذاریم اینجا برای شما یک نوتیس، هشدار، اخطار نه، یه خبر میاد که آقا سوربی امروز یه برنامه‌ای داشته گذاشته اینجا. اینم از این. دو سه تا چیز دیگه هست که میخواستم اینا رو تموم کنم ولی ولش کنید فعلا برای بعدن. آقا یکی نوشته بود که آها اینا اگه شما بودین چه کار میکردین؟ این سوالای فرضی معمولا جواباش هم بی خود و فرضی، خیلی دنبالش نرید. همینجا من از شما خداحافظی میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که هر جا هستید خوب خوش سلامت باشین. لطف کنید این برنامه رو به دوستانتونم معرفی کنید و اگر شما هم مایل هستید که در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید یک تماس کافیه. اتفاقا یه دوستمون به نام آقای علی دالاس نوشته بود آقای سوربی من میخوام بیام برنامه بذارم. گفتم بیا، ما سالها داریم به شما میگیم. بعد گفتم شما هزینه پرداخت کن یا برنامه درست کن بفرست، من برات مجانی پخش میکنم اگه خود من نباید اینجا باشم. اگه خود من باید اینجا باشم، کمترین احترامی که ما میتونیم به یه نفر بذاریم اینی که اگه بهش میگیم شما اینجا باش، آقا یه آب گرمی، یه چایی، یه پلوی، یه چلو کبابی براش بخریم دیگه. نمیتونیم به مردم بگیم مجانی بیا برای ما کار کن. اون وقت اونم پشت سر اون میره میگه فلانی مفخوره. ولی ما تا اسم پول میاریم، دوستان همه معمولا پول چی بود میگفت، پول خرس است و ما بسم الله، یا پول نمیدونم هر چی. شما بهتر از من میدونید دیگه، بعد از 3 ساعت صحبت کردن خسته شدم. ساعت 4:51 به وقت نیویورک شرق آمریکا، ساعت 1:51 به وقت غرب آمریکا کالیفرنیا است. دیگه هر جا خودتون هستین نگاه کنید ببینید ساعت چنده. احیانا آقای اکبری دیگه الان خوابیده در برلین و بازم امیدوارم که حالش خوب باشه. اون روز برایش یه فیلمی فرستادم، یه فیلمی هست به نام محله لب آب، تو شیراز میگفتن لب او. اگر شیرازی هستین این فیلم حتما نگاه کنید. برمیگرده یه چیزایی میگه که واقعا اگر یادتون رفته اون گویش شیرازی و اینها، به نظر من بد نیست. اینم از این. از یکایی که شما دوستانی که در این قسمت چت چیزی نوشتین ممنونم. اشکال چت اینه که این برنامه که بسته میشه اینا میره تموم میشه و من یادم باید باشه که فیلم رو، فیلم امروز رو تا گذاشتم روی یوتیوب، این برنامه زنده رو بردارم. چون بهتون گفتم مثلا اون برنامه قبلی 400 خورده شده بود، دیدیم اون ور 200 خورده 300 داشت، اون ور نگاه کردن دو قسمت شده بود. یعنی خودمون به دست خودمون اومده بودیم کرده بودیم دو شقه. حالا فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم متا بیزینس و توییتر و لینکدین و اینا ما رو کم شقه شقه میکنه که خودمونم چاقو رو برداشتیم و میافتیم به جون خودمون. عکسای بسیار زیادی گذاشتم که نشونتون بدم. من امروز فکر میکردم 15 دقیقه با آقای نیساری باشم ولی چون بحثمون به اصطلاح گرم شد و گل انداخت و سوالای زیادی ازشون داشتم، نزدیک 40 خورده 50 دقیقه صحبت کردیم. سعی میکنم برنامه‌های دیگه این دوستان اگه میخوان با ما باشن یه ساعت اضافه تری برای اونا بذارم و من با شما این 2:90 و اینا، ما تازه تا چونمون میخواد گرم بشه 90 دقیقه زنگ زدن و میریم توی اضافه وقت. خب دوستان عزیز ممنون و متشکر از یکایک که شما که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش. شماره تلفن و واتساپمون هست 201-202-695-2573. ایمیلمون خیلی ساده info@mardomtv.com و امروز هم یک شنبه بود، 30 بهمن هنوز هست، 30 بهمن 1401 برابر با 19 فوریه 2023. اگه بار گران بودیم و رفتیم، شما نامهربان بودید ما رفتیم، حمایت یادتون نره. مرسی.